بینندگان عزیز با سلام به شما. امروز جمعه 24 فوریه سال 2017 است و برابر است با ششم اسفند ماه 1395. چند روزی بیشتر به سال نو باقی نیست و از حالا برنامه هاتون رو ردیف کنید، ببینید کجا میخواییم برید، با کدام یک از دوستان هستید و امیدوارم که شب خوبی داشته باشید در اصطلاح برای سال تحویل و بعد از اونم سال خوبی در انتظارتون باشه. اگه اشتباه نکنم میگن امسال سال خروسه، ما متوجه نشدیم این یه سال مال چینیزا هست، یه سال مال آمریکایی هست، یه سال مال ایرانی هست. این سال نو که میاد وقتی سال خروسه برای همه خروسه یا چی؟ یا این خروس و مرغ و شتر و مار و افعی و اینها رو بر چه اساسی به اصطلاح گذاشتن و باید یک ستاره شناس، یک تقویم شناس رو بیاریم و در این مورد یا موارد صحبت کنیم. و اما قبل از برنامه، من برنامه کانون آوا بود، دو تا مهمان داشتیم، یکی از پاریس فرانسه، یکی هم از سوئد. این برنامه رو تا یکی دو ساعت دیگه کانون آوا روی بایگانیشون قرار میده، روی صفحه وبسایتشون، فیسبوکشون و در مردم تیوی هم هر روز پخش خواهد شد تا جمعه هفته آینده. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، بسیار ساده است. و متشکرم از دکتر ایران بومی عزیز، دیروز هم دو سه بار برنامه ایشون رو پخش کردم، خیلی قشنگ میاد راجع به وکالت و اینها صحبت میکنه. وکالت یعنی چی؟ و کلام گویایی هم داره، قدرت بیان داره و امیدوارم که بتونیم به زودی ایشون رو هم در تلویزیون مردم داشته باشیم، برنامه هایی رو برای شما دوستان اجرا کنن. چون یکی از مشکلات ما ایرانی ها اینه که اول میریم خودمون اقدام میکنیم، بعد که به مشکل برخوردیم، بعد که خراب کردیم، اون وقت میریم سراغ وکیل میگردیم. یه مقداری حقیقتاً کار اینها رو مشکل تر میکنه، اونها هم مجبورن پول بیشتری از ما بگیرن. و این رو من دیدم درباره ماجراهای خانواده، طلاق، جدایی، ماجراهای بیزینس، اینها اتفاق میفته، قرارداد اینها. و حتی در قسمت های پناهجویی و پناهندگی هم این اشتباه رو انجام میدیم. و بله خیلی کارا هست که میتونید خودتون فرمش رو پر کنید و اینها، ولی احتمال زیاد بعضی کارها هم هست که این آقای ایران بومی قشنگ میگه، بذارید من ببینم تو این آگهیه هست که بهتون نشون بدم. میگه که بله، میگه اعتماد خوب است، نگاه کنید ببینید چقدر قشنگ، اعتماد خوب است ولی با یک وکیل با تجربه مشورت کردن بهتر است. دکتر ایران بومی، که اولین روزی که با ایشون مصاحبه کنیم راجع به این دکتر من ازشون میپرسم، بارها هم گفتم. و ایشون توی آمریکا هم حتی میتونه با شما مشاوره کنه، ولی توی ایران هستن، نوشتن مشاور وکیل دادگستری در آلمان، مشاور حقوقی در آمریکا و ایران. ازشون سوال میکنیم تفاوت وکیل با مشاور چی هست، چجوریه که تو آلمان ایشون وکیله، میتونه وکالت انجام بده، ولی اینجا خودشون رو به عنوان مشاور اعلام میکنن و باید باشون صحبت کرد. باز هم از ایشون ممنونم. و اما دکتر کاظم افشارها امروز ساعت 3 بعد از ظهر از کانادا با ما خواهند بود. و 29 بهمن آمد و رفت و اینها، هنوز دوستان دارن می نویسن که گویا آقای رضا پهلوی، که من به ایشون میگم رضا پلوی، دلیلش هم اینه که هر جا پلوی هست، خوراکی هست، ایشون میره. مخصوصا دیگه آخری هم یاد گرفتن که یه سری بشقابای 100 دلاری یا 500 دلاری میفروشن به مردم و خب یه جایی رو کرایه کرده، طرف 10 دلار هم داده برای خوراک، 500 دلار میگیره. بد نیست که، بیزینس بدی نیست. چرا؟ چون که بابا شاه بوده. اون وقت ما شعر داریم، مثل داریم که گیرم پدر تو بود فاضل، از فضل پدر تو را چه حاصل. آقا خانم مثل که یه حاصلی هم هست. صحبت از مثال و مثل شد، بریم سراغ این کتاب 1001 مثل فارسی انگلیسی. و نمیدونم من جدیدن که این هست تو بازار یا نیست، ولی کار خوبی رو خانم سیمین حبیبیان انجام داده حدود 15 سال پیش، شادم قبل از اون، چون من 15 سال پیش سال 2016 سال پیش سال 2001 این کتاب به دستم رسید.
میگن که ارزان خری انبان خری. این فکر نمی کنم خری منظورش خر باشه، منظورش خریدنه فکر کنم. ارزان خری انبان خری، don't buy everything that is cheap، میگه همه منظور خریدنه. و چی میگن، اتفاقا امروز صبح داشتم با یکی صحبت میکردم، بهش گفتم آقا من اگر $10,000 دارم برای تویوتا و از تویوتا هم راضی هستم، شما به من نگو من یه ماشین پورش دارم. ما ایرانی ها میگیم پورش، آمریکایی ها میگن پورشه، پورش دارم بهت میدم $30,000. آقا قیمتش خوبه ها، این $60,000 بابا قیمتش خوبه ولی به درد من نمیخوره. آقا من دنبال یه آپارتمان میگردم $80,000 $100,000 که خودم و همسرم توش زندگی کنم. شما من میگی آقا بی برو تو عربستان یه کویر یه دشتی بهت میدن خیلی قیمتش خوبه، بابا اون به درد من نمیخوره. پس این میگه ارزان خری انبان خری. از آب کره گرفتن، که بعض وقتا از چیز دیگه میگن کره گرفتن دیگه، حالا خودتون میدونید. از آب گلالود باید ماهی گرفت، از آن بیدها نیست که با این بادها بلرزد. من بهتون گفتم به این فال حافظ و اینها باور ندارم، ولی چند مدت به این مثالها کم کم دارم باور پیدا میکنم. مثلا دیروز من با یه آقایی توی آلمان که ایشون هنرمندم هست، هم میخونه هم میزنه هم آهنگای دیگر رو برمیداره استفاده میکنه، کلکل میکردیم و برای ایشون نوشتم که ملت عجیبی هستیم، از آب گلالود ماهی میگیریم. حالا امروز آمده از آب گلالود، ایشون نشته باید ماهی گرفت، نمیدونم. و این بیچاره ماهی ها به 1001 نوع کلک توسط ما انسان ها از بین میرن، دینامیت میندازن، شب میرن ماهیگیری، چون ماهی ها هم بر اثر جزر و مد هم بر اثر گویا نور ما میان بالا و ماهیگیرا ماهی رو میگیرن. و اگر نگاه کرده باشید حتی تو ایران خیلی ها صبح زود یا شب میرفتن برای ماهیگیری. اجازه بدین من تا یادم هست، چون روی صفحه فیسبوک مرد سوربی دارم این برنامه رو به صورت زنده پخش میکنم، به شما هم نشون بدم. اگر یه وقت خدایی نکرده تصمیمتون عوض شد، ترس و لرز از وجودتون رفت بیرون، خواستی شیر کنید، اینجوری شیر میکنید. چجوری؟ میایم اینجا کامرای دو، میریم صفحه سوربی رو میبینیم، این پایین نوشته شیر، شما اینجا رو که کلیک میکنید میندسته کجا؟ این مشکلش کردن، من نمیدونم چرا یه چیز ساده ای رو این جوونا اینقدر مشکل میکنن. بعد اینجا می‌نویسیم که من تصمیم گرفتم بنویسم سوربی، فامیل من سوربی بوده تو شیراز، حالا بعد فامیلا رفتن تهران شده سوربی، پاسپورت گرفتیم شده سوربی. آقا خانم ما سوربی هستیم، سورب در شیراز، سوربی با مردم که شماها باشید. و کی هست امروز؟ 24 فوریه 2017. کجا هستیم؟ اینجا هم هست مردم تیوی، که اگر حمایت نکنید میشه مردم تیوی. و از آمریکا هستیم، آمریکا یا به زبان ساده امریکار، که خیلی ها حاضرن جونشون رو بدن تا برسن به اینجا و خبر ندارند که به هر کجا که روی آسمان همین رنگ است. و آمریکا که بیای اگه دکتر باشی باید مثل دوست خود من تو فروشگاه ها سبزی بچینی روی قفسه ها، یا بری مثل خیلی دیگه از دوستان توی رستوران ها ظرف بشوری. اگه زرنگ باشی ظرف شستن و اینها کمرتو خورد نکنه و از کار نندازتت و بتونی تو اون فاصله اینجا قبول بشی و از اون برد نمیدونم از اون نظام پزشکی آمریکا مدرک بگیری، بعدن میشی دکتر. حالا دکتر که میشی تازه ماجراها شروع میشه. ای کاش من دکترها رو بیارم اینجا براتون تعریف کنم، کنن که اینها چه بدبختیایی دارن، چه مکافاتایی دارن با بیمه و الی آخر. برگردیم به آب گلالود و ماهی گرفتن. اجازه بدید بریم روی یک صفحه دوستمون، یه تبلیغ مجانی هم برای ایشون باشه، ضمن اینکه اولی که ما شروع میکنیم با یکی صحبت میکنیم، چون اینها طاقت انتقاد ندارن فوری جبهه میگیرن و جالبه که همون لحظه جواب میدن، نمیذاره آقا 2 ساعت بگذره، نمیذاره یه شب
به قول آمریکایی‌ها میگن روش بخوابه. اینجا وقتی میخوان تصمیمات مهم بگیرن، وقتی میاد میگه آقا این خونه اینقدر، این ماشینه اینقدر، این زمینه اینقدر، طرف میگه که let me sleep on it، یعنی اجازه بده، نه که بره رو زمینه بخوابه، نه که بره رو ماشینه بخوابه، یعنی اجازه بده فکر کنم امشب، الان این همه سوال و اینا نمیتونم، فردا به شما پاسخ میدم. معمولا هم اینایی که فکر میکنن پاسخهایی که میدن بهتره، معاملاتی که انجام میدن بهتره. یه دوستی هست، ما به همه اینجا میگیم دوست، چون شما تو فیسبوک نگاه کنید جایی برای دشمن نذاشته. بله خیلی ها به عنوان دوست میان جلو، ولی از دشمن هم بدترن. و اون مثال انگلیسی که میگه اگر دوستی مثل این داشته باشی احتیاج به دشمن نیست، واقعا ثابت میشه، چون کار دوست رو انجام نمیدن، کار دشمن رو انجام میدن. بمانه این آقا اسمش هست اسماعیل جلیلی. حالا من صفحه ایشون رو هم به شما نشون میدم که شما هم برید موزیک ایشون رو بشنوید. اسماعیل جلیلی، ازشون هم دعوت کردم که بیان، براشون هم نوشتم اگه خواستی بیای اینجا، صندلی اینجا داغه، مواظب باش. ایشون هم برای من نوشت من احتیاجی به صندلی داغ ندارم، من یک آدم یا 65 ساله یا 67 ساله هستم، تنها هستم، از توی آشپزخونم با کیبورد این موزیکا رو میسازم. حالا چرا من این همه روزه ها رو خوندم؟ ما یه موزیکی توی صفحه آقای پیروز محبی دیدیم و نوشته بود یار خوزستانی من. الانم که این روزا اهواز، چون من اهواز خدمت کردم، همون روزا دوره شاد چی بود، زنای حامله تو خیابون میمردن از گرما. و حالا دیگه چی بشه، من وقتی رفتم اهواز خونه اجاره کنم، چون میدونی شما دوره آموزشی هستی باید تو پادگان باشی، آموزشی تموم میشه میری دوره تخصصی و بعد دیگه اون 18 ماه بعد از اون 6 ماه خدمت دیگه بهت میگن برو خودت اجاره کن خونه. یادمه اهواز دو قسمته، یه برش این وره رودخانه کارونه، یه طرف یکیش این وره، این وری ها وضعشون بهتره، اون وری ها وضعشون بدتره، و پادگان طرف اونوری بود معمولا که وضعش بدتره. و همه اون بچه‌هایی که من میشناختم کشتیگی بودن، مال هنرستان بودن، اونجا قبل از من خدمت میکردن، وقتی من رفتم بهشون گفتم میخوام اتاق بگیرن، گفتن این طرف نگیری یا برو اون طرف، طرفای خیابون پهلوی، خیابون سیروس، اونجاها خوبه، ولی این طرف ببخشید اینو میگم، وقتی بارون میاد تمام مدفوع و فضولات و اینا میان روی آب. این کلمه فضولات هم چیز خوبیه ها، اونایی هم که فضولی میکنن هیچ فرقی با مدفوع و فضولات ندارن. و اینجوری بود، دلیلش هم این بود که اونجا آب هست، سطح آب بالاست، اصفهان هم همینجوری بود، ولی خب اینجا هم هست، اینجا هم یه جایی هست که شما 30 اینچ بکنی آب میاد. اصلا تو ویرجینیا انقدر آب زیاده که نگاه کنید تو نقشه میبینید، ولی براش سیستم ساختن، یه سیستمی ساختن که چاهش اینجوریه، یه سیستمی ساختن که چاه رو پخش میکنه بمانه. در هر صورت ما گفتیم خب این نوشته یار خوزستانی، الان این ریزگردا در اهواز اینها، ببینیم که ایشون چه کار کرده. آمدیم چشمتون روز بعد نبینه، دیدیم آهنگ آقای شعر و آهنگ آقای منصور تهرانی رو ایشون برداشته. ببخشید بذارید من اینجوری بهتون نشون بدم که گفتم یه تبلیغ مجانی هم برای این دوستمون باشه که این بار امیدوارم بره فکر کنه قبل از این که به من دوباره پاسخ بنویسه. ببینید ایشون اینجاست، اسماعیل جلیلی، یار خوزستانی. ما گوش دادیم دیدیم ایشون خب معلوم هم هست، یه دوربین گذاشته، یه کیبورد اینجا، شعرم که نوشته، چون یه دو تا کلمش رو تغییر داده با ماژیک بزرگ با شارپی نوشته که ببینه، اون طرف هم یه دونه آیپده که این آیپد و اینا میدونی مثلا با کیبورد آیپد این آهنگ 6 و 8 پخش میکنی تاپ تاپ تاپ، اون خودت هم گاهی وقتی یه انگشت میزنی به کیبورد برات یه نقنقی میکنه، از اون برم این دستگاهایی که به اصطلاح برای صدا هست و بهش میگن کروماکی،
کاراوکی ببخشید. در هر صورت معروف بود، عذر میخوام این حرف رو میزنم، حتی قدیم هم میگفتن از این ورش هر اولاغی ار کنه اون وقت صدای گلپا رو شما میتونید تنظیم کنی که بیاد بیرون. نه توهین به گلپاست، نه توهین به اولاغ، نه توهین به آقای اسماعیل جلیلی، خودم رو میگم. میگفتن اگه شما هم بیای از این ور وایسی آهنگ بخونی، اون ور میتونی صدای گلپا، ایرج، هر خواننده‌ای که فکر میکنی، شجریان، بنان، صداش در بیاد. پس این مسائل حل شده. حالا ما چی نوشتیم، ایشون چی گفت، براتون اینو میگم تا ببینید دوستان وقتی این سوربی میگه کارمون خیلی خرابه، آقای جلیلی واقعا کارمون خیلی خرابه. جالبه جلیلی اسم بابای من جلیله، اسماعیل هم اسم پسرعمه منه و این اسم و فامیل شما هم یه جوری ما رو بیشتر گیر داد. ببین دوست عزیز، من آمدم این آهنگ رو گوش دادم، دیدم این آهنگ شعرشو نمیدونم مال کیه، فکر کنم ولی خود آقای منصور تهرانی شعر رو گفته و ساخته و اینها، و این یار دبستانی. من بارها گفتم چه ملت بدبختی هستیم که 50 سال دو تا آهنگ هست، یکی مرغ سحر، همه ناله میکنیم مرغ سحر بیا بشکن آتیش بزن من رو رها کن، یکی هم یار دبستانی من. هیچ کدومون هنه از یار دبستانی بیرون نرفتیم بشیم یار چی میگن دبیرستانی، یار دانشگاهی. هممون تو دبستان هستیم، هممون چوب علف تو سرمونه، هممون دشت بی فرهنگی ما. بمانه، هیچ اشکالی نداره. یه روزی آقا این شعر رو گفته، خیلی هم گل کرده، شعر حال زبان و زمانمون بوده و انجوی کردیم، لذت بردیم و همه اونم حفظیم. حالا یادم میاد که من وقتی با آقای منصور تهرانی تماس گرفتم و بهش گفتم که آقا من میخوام این آهنگ شما رو به عنوان اوپنینگ یا شروع برنامه استفاده کنم، آیا اجازه دارم؟ ایشون اصلا یک کمی مکس کرد، فکر کرد که این سوربی یا دیوانه شده یا یک موجودی هست از یک کره دیگه اومده و خبر نداره. آقا ایرانی ها که این چیزا حالیشون نیست، کپی رایت یعنی چی، نمیدونم حق انحصاری و فلان و اینها محفوظ است یعنی چی. و ایشون خندید گفت آقای سوربی خیلی ممنونم که تماس گرفتی، ولی قربونت برم همه دارن استفاده میکنن، شما چرا نه، ولی همین که تماس گرفتی و اینها ممنونم از شما. ما هم گذاشتیم چند مدتم یار دبستانی و از ایشون هم ممنون سپاس کنم. حالا این آقای جلیلی آمده یار دبستانی رو به زور کرده یار خوزستانی، شعر رو میخونه بعد یه جایش میگه یار خوزستانی من، بعدم برای من نوشته که من از طریق این شعر با تمام مردم صحبت میکنم. عزیز من، شما 1000 نفر، 1500 نفر، 3000 نفر، 30000 نفر، 100000 نفر، بابا جون اینجوری بردار یه کاغذی بنویس 100000 نفر روی 80 میلیون، والا من ریاضیم بد نبوده. ببین شما اینجوری بنویس 100000 نفر، این پایین بنویس 86 تا 0، خب یه صفر دیگه هم اینجا. چه کار میکنیم؟ 3 تا 0 از این میزنیم، 3 تا 0 از این میزنیم، 2 تا 0 از این میزنیم، 2 تا 0 از این میزنیم، یعنی در هر 800 نفری، تازه من میگم 100000 نفر ویدیوی شما رو دیده باشن، اصلا تصمیم گرفته باشن اسلحه بردارن برن خامنه ای رو بکشن به خاطری که باد داره از عراق میاد اونجا، در هر 800 نفری تو ایران یه نفر شما رو دیده. و پیام شما چیه؟ پیام شما چیه تو این شعر و آهنگی که از آقای منصور تهرانی به نظر من کش رفتید؟ شما میگید که نه ایشون دوست 46 ساله منه. دیگه بدتر، من اگه بخوام یه روزی دزدی کنم میرم از غریبه میدوزم، چون اگه رفتم از دوستم دزدیدم، هر وقت که اینو میبینم یادم میاد که از این دزدیدم. و باز دیگه بدتر، شما که دوستت میدونستی خوانندش کیه، باید حالا که ایشون هم زنده است، نه مثل بنان فوت شده نه مثل خواننده های دیگه، شما تماس بهش بگیر آقا این شعر شما رو من میخوام شعر رو عوض کنم، دگرگون کنم، با کیبورد بنوازم. ولی هی این کلکل که میکنی جالب تر میشه. و حالا میفهمم چرا بعضی از دوستان من میگن آقا شما بی خود رفتی رشته برخوندی یا دبیر هنرستان شدی، شما باید میرفتی وکالت میخوندی. بابا اون موقع تو ایران وکالت اینجوری نبود، حالا تو آمریکا هستیم میبینیم هر کی وکیل میشه و سر هر موضوعی هم به اصطلاح شکایت و وکالت و اینها. بمانه، دلیلش اینه آقای جلیلی، شما لطف کن پیام هایی که بین من و شما رد و بدل شده نگاه کن. شما یه جا به من نوشتی که شما کارتون خراب نیست، حالتون خرابه.
عزیزم من میگم کارمون خرابه، شما دکتر شدی میخوای بگی حال من خرابه؟ شما باید بگی بله و درست گفتی سوربی، کار منم خرابه، منم اشتباه کردم، من از شما ممنونم که به من یادآوری کردی که از آقای منصور تهرانی تشکر کنم، اجازه بگیر. ولی چی نوشتید؟ دوستان نشونتون میدم، یه وقت فکر نکنید این سوربی، میدونید که تو کار رادیو تلویزیون باید اغراق کنی و میگن هرچی صدا بیشتر باشه به گوش شما بهتر میرسه و اینها، دروغ مثل همون دروغ که میگن هر دروغی بزرگتر باشه شما اونو بیشتر باور میکنید. حالا برگردیم اینجا و من اینو بهتون نشون بدم، آخرش هم با یک تشکری از ایشون خداحافظی کردم. ولی ببینید این نوشته من و ایشون رو که چجوری بوده و به کجا رسیده، و دو بار هم از ایشون دعوت کردم، تا با وجودی که روزای جمعه میدونید برنامه ما خیلی زیغه به قول معروف. و ببینید ایشون چی نوشته: از بس عجله داشته، اسم منو نوشته قطبی. ببینید من نوشتم ای بابا، این آقا هم از آب گلالود میخواد ماهی بگیره، اگه آخوندها با آواز خوندن شما در آلمان نابود میشن، پس باز هم آهنگای دیگران را کش برید و بخونید، کارمون خیلی خرابه. ایشون ببینید چی نوشته دوستان، ببینید این بالاست، نمیدونم چرا اون چیزی که ما اینجا میبینیم و اون چیزی که شما اونجا میبینید فرق میکنه، یه جوکی هم در این باره گفتن و هست. نوشته که جناب قطبی، شما بیشتر از کارتون حالتون خرابه. ایشون به جای موزیسین، به نظر من اگر کمدین یا دلغک میشدن ممکن بود وضع زندگیشون بهتر باشه و الان مجبور نشن تنها توی آشپزخونه آلمان زندگی کنن. امیدوارم با این اظهار فضلی که فرمودید عقده های درونیتان کمی آرامش پیدا کرده باشه. آمین. هموطن شما اسماعیل جلیلی. ببخشید مردشور هموطنی ببره که شما باشی، که اگر یه نفر آمد یه چیزی رو بهش درست گفت از عقده خودت اینجوری جواب بدی. خب من بهش گفتم که آقا شما در جرمنی هستی، در آلمان هستی، هنوز حتی نمیتونی الفبای آلمانی و فارس انگلیسی رو بخونی. من اسممو هم با فارسی نوشتم هم با انگلیسی نوشتم و شما سوربی رو نوشتید قطبی. بعد برش نوشتم چرا اینقدر عصبانی شدی؟ آیا شما اجازه گرفتید از آقای منصور تهرانی که هم آهنگ و هم شعر ایشان را کش رفتید؟ من که خودم میگم کارمون خرابه. اگر شما روزی فهمیدی که کارت خرابه، اون وقت درست میشی. من خودم فارسی انگلیسی میگم بعد میفهمم چقدر مشکله. هنوز هم دعوت من جای خودش باقی است، چون ازش اول دعوت کردم که بیا در این مورد صحبت کن. ببینید دوستان، من میتونستم برای ایشون بنویسم که آقای جلیلی عجب شاهکاری، به به، سپاس، درود، آقا $10 بده تا ما اینو برای تو تلویزیون مردم پخش کنیم و کمتر از الانم براش تبلیغ بکنم، یا بگم $50 بده یه هفته برات پخش کنیم. ولی آقای جلیلی عزیز من، دوست خوب من، هنرمند با فهم، با شعور، من دارم حقیقت رو بهت میگم. شما که هنرمندی، شما اینو بیشتر باید بدونی که نباید کار دیگران رو که سالها برش زحمت کشیدن، اصلا سالها چیه؟ یک دقیقه آمده به مغزش نوشته، شما نباید اثر دیگران رو کش بیری. حالا افتخار شروع میشه دوستان، بذارید براتون اینو بزرگتر کنم که بیشتر لذت ببرید، چون مثل که بعضی چیزا بزرگترش بهتره. خب اینم از این select area. نگاه کنید دوستان، چرا باید عصبانی بشم جناب سوربی؟ این بار درست نوشته، ممنونم. جوابهای هویه یا جوابهای هویه، من نمیدونم. در ذهن من احتیاجی به صندلی داغ ندارم، من حرف دل مردم و خودم را با آوازم به گوش همه رسوندم. اولا شما نماینده مردم هستی، شما به من بگو در سال گذشته با چند تا ایرانی تماس داشتی؟ کی ازشون سوال کردی نظرشون چیه؟ پس الکی حرف نزنید، ببخشید اینو میگم، گندگوزی نکنید.
شما نماینده مردم نیستید که. اگه نماینده مردم هستید مثل آقای شازده بهشون بگید روز 29 بهمن بیان بیرون، یه نفرم نیومده. گفته آقا ما داریم تظاهر میکنیم برای ریزگرد و نمیدونم فلان اینها، حالا شازده میاد میگه اگه بیایم آخوندا میگیرنمون، میگن مثل چیز پدرمونو در میارن، فردا میاد. شما بیاین برای آقای شازده پلوی کیبورد بزنید. اتفاقا شنیدم که آقای ترامپ میخواد یه جشنی بذاره برای سال ایرانی ها، نوروز، نه فقط ایرانی ها، تاجیک ها، افغانی ها، اینا این هر سال انجام میشده، از دوره جورج بوش و کلینتون اینها بوده. اوباما خیلی بهتر شد، حتی اونجا نهار دادن. حالا ایشون میگن ترامپ میخواد خیلی سنگ تموم بذاره. گفتم حتما آقای رضا پهلوی رو هم دعوت کنه، چون رضا پهلوی در رقصیدن رقص شتوری با سرود ای ایران خیلی استاد شده. گوش کنید دوستان، ببینید این چی نوشته. من حرف دل مردم و خودم رو با آوازم به گوش همه رسوندم، همه فکر میکنه 80 میلیون شنیدن و باز هم میرسونم. جالبترش اینجاست دوستان، در مدت 6 ماه 50 ترانه بازخوانی کردم. شما تنها کسی بودید که چنین نظری در مورد شخص من داشتید و من اصلا از شما ناراحت نیستم، فقط خواستم شما را بی جواب نگذاشته باشم. آقای منصور تهرانی و بسیاری از هنرمندان خوب و به نام در سرتاسر دنیا اغلب از دوستان و همکاران خودم بودند. لطفاً با آقای منصور تهرانی سلام برسانید. ما از 46 سال پیش همدیگر را میشناسیم. کاخ جنوبی جوانان. مرسی، موفق باشید. خوشتون اومد دوستان. این آقا هنرمند ماست. قولتون میدم هر وقتم یه جایی هست حتما ایشون چون هنرمنده اون ردیف بالا میره. فکر میکنن فهم و شعورش زیاده. میگه من در 6 ماه گذشته 50 تا ترانه بازسازی کرد، بازخوانی کرد. آقا اینجا یه عروسی، یه خواننده‌ای رو دعوت میکنی، تو آمریکا بهشون میگن ویدینگ سینگرز، یعنی خواننده‌هایی که تو عروسی میخونن. اینا که نرفتن شعر و آهنگ بسازن، این میاد مثلا صداش نزدیک به ویگنه، میره 4 تا آهنگ ویگن رو شروع میکنه میخونه، بعد عارف رو میخونه، بعد اون رو میخونه، بعد اون رو میخونه. اگه نگاه کنی مهمونا هم هی سر میکنن تو گوشم، میگن آقا این مردکه زد آهنگ عارف رو خراب کرد، زد سلطان قلب‌ها رو مثلا فلان کرد. شما ویدینگ سینگر هستی؟ بله، برو 5 ماه 6 ماه 50 تا که خوبه، تو یه روز 110 تا آهنگ از همه بخون، ولی نه یا بنویس که یار خوزستانی، یا اگه منویسی بنویس یار خوزستانی بر اساس نمیدونم اوریجینال اصلی یار دبستانی، یه تشکری هم ازش بکن. آقا اون وقت شما لطف کردی من رو بی جواب نذاشتی. میدونم میگن جواب ابلهان خاموشیست، از این بابت که من رو ابله حساب نکردی ممنونم، ولی فکر کنم اون عقده درونت بوده که چون هیچ ایرانی دیگه صادق نیست به شما بگه کارت خرابه و یک نفر پیدا شده با صداقت بهت میگه دوست عزیز این کاری که شما کردی درست نیست، شما حالا برداشتی بذار من گردن کلفتی کنم خودمو به این نشون بدم. من با این کیبورد، دوستان کیبورد برید بگیری 50 دلار 100 دلار روی چیز نگاه کنی. حالا دیگه این اون موقع دوره مافیس چی میگن دوره میفاسولاسی دو، بله اینم میگفتن این هفته دیگه الان نیست، اینا رو همه رو کردن A B C D E F G. قشنگ اینجوری شما میزنی، اون میگه بزن یک، میزنی یک، میزنی دو، میزنی دو. بهتون گفتم این دوستی داریم یه دفعه آمد اینجا، ما یه پیانوی داریم، گفت که آقا اشکال ایرانیایی مثل آقای محمد رضا لطفی، مثل آقای دکتر نادر مجد، مثل آقای کاظم داوودیان اینه که طرفی که مثل شما یه سنی ازش رفته، حتی بچه که خوشش اومده یه آهنگی شنیده میخواد اونو بزنه، باید ازش سوال کنن شما چه آهنگی دوست داری، اونو بهش یاد بدن. دنبال کتاب و مشق و اینا فعلا نرن که این یاد بگیره. اگه طرف گفت بابا کرم، این براش بزنه دادا 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 چی بود دو سل دو دو سل دو دو سل دو یا هرچی یادم رفته. بعد میگه این علاقش بیشتر میشه، میگه موزیک مثل صحبت کردنه. شما وقتی دنیا میای اول با مادرت، با پدرت، با برادرات، فامیل شروع میکنی صحبت میکنی، بعد میری مدرسه میخونی که ای بابا این نونی که من هر روز میخوردم اینجوری مینویسن.
حالا این معلمای ما بی خود نیست که بنده خرف بودم آقای جلیلی هیچ آهنگی و نمیدونم تاری و اینها یاد نگرفتم، برای که معلم‌ها بد بودن. آقای مجد اینجا نشسته، آقای داوودیان اونجا نشسته، تو مریلند نشسته، آقای لطفی هم خدا رحمتش کنه چند سال پیش فوت شد. بابا جون عزیز من، وقتی یه نفر، مهم نیست اگه 100,000 نفر برای شما بنویسن درو و روان شما و قهرمان ایرانی که در آلمان نشستی پول سوشال امپ میخوری و گردن کلوف کردی یک کیبورد هم خریدی، اونا رو بنداز سطل آشغال. یه نفر ای بگو آقا این کاری کردی دزدیه، بابا ما با دوستمون میریم فروشگاه برمیداره یه چیزا رو میخوره، میگم آقا نکن میگیرنه، میگه نه عمدن باز گذاشتن که ما امتحان کنیم. والا نمیدونم، خب اینجا خیلی از خانم هم لباسشون بازه، شما میخواید اونا رو هم امتحان کن دیگه، تو خیابون مثل اون عمله بود تهرون، زن سرنگی گویا لباس باز بوده دلا شده بوده در میفروشه اینها. در صورت آقای جلیلی این نظر من بود، و اگه شما حرف دلت رو با همه مردم ایران زدی با این یار دبستانی که به زور آخرش یار خوزستانی من، نام حرف خودمون با شما زدیم، چرا ناراحت شدی عزیزم؟ خب شازده رضا پهلوی یک بار دیگر آبروی خود را برد، اون هم ماجرای 29 بهمن 17 فوریه بود که فراخوانی کرد که کسی نیامد. آقای شهرام امامیان در این باره صحبت کرده، میتونید ببینید. امروز ساعت 4 بعد از ظهر آقای حسن ارشاد برنامه 119 خودشون رو که اختصاص داره به بررسی سند 15 سند و 16 سند مبنی بر این که هدف تشکیلات بهایی رسیدن به حکومت بهایی در دنیاست، دوستان یادتون باشه این رو، تمام بهاییایی که به شما میگن نه آقا ما کاری به کسی نداریم، این دین ما خیلی خوبه با زمانه پیش میره اینا، اولا هنوز تا هنوز مقامای بالا و رسمی رو به خانم ها نمیدن، این یک. دوم، من هنوز تا هنوز اون مسئله کسی که تو ده ازدواج میکنه با کسی که تو شهر ازدواج میکنه، اون نمیدونم سکه نقره میگیره اون سکه طلا میگیره و اینا هنوز هست. پس هیچ مسئله این که اینها خودشون رو به زمان کردن نیست و دروغی بیش نیست. یادتون باشه این تلویزیون، تلویزیونی که برنامه به مجاهدین داد، برنامه به باهائی‌ها داد، هر جا ما میرفتیم میگفتن آقا مجاهدی، میگفتیم والله بلا اصلا ما نمیدونیم فلسفه مجاهدا چی، هر جا میرفتیم به اون میگفتن الله و ابها، میگفتن یعنی چی، میگفتن مگه شما باهائی نیستی، میگفتن نه، میگفتن اصلا تو تلویزیونت باهائی پخش میکنه. ولی حقیقت رو باید گفت آقای اسماعیل جلیلی، و حقیقت رو باید قبول کرد هر چی میخواد تلخ باشه. این دوستان بهایی، آقای حسن فیروزی که خودش هم یک بهایی معتقد هست، آمد گفت بله درست میگه این آقای ارشاد، ما دنبال این هستیم که حکومت دنیا رو به دست بگیریم، چون باور داریم دین بهایی تنها دینیه که میتونه حکومت کنه و دنیا رو پاک کنه و آرایش و آرامش و اینها ببخشه. حالا شما اگه بحثی دارید یه دوست بهایی صادق پیدا کنید که براتون این رو بگه و باهاش صحبت کنید. و آقای حسن ارشاد امروز ساعت 4 بعد از ظهر از همین کانال ویدیوش پخش میشه، و این ویدیو به غیر از این که رو فیسبوک خودش هست، روی صفحه یوتیوبش هست، هر روز هم از تلویزیون مردم پخش میشه تا جمعه هفته آینده. بهشون تبریک میگم، یه هفته دیگه 120 برنامه، 120 هفته برنامه داشتن. میدونید آقای شبستری اینجا حدود، اجازه بدید ببینیم این، بفرمایید سوربی هستم. یا سلام قربان حاجی جان، حالی خوبه؟ ممنونم عزیزم، بفرمایید. کسی نباشید آقا، ما به چیزی شما همیشه نگاه میکنیم و واقعا لذت میبریم. من از شما ممنونم، متشکرم. آقا این آقای مسعود انصاری، احمد علی مسعود انصاری، این تلفنی دارم با شرط بزنیم؟ ایشون فیسبوک داره تلفن، خب مسلما همه دارن، ولی من فیسبوک به قول متاسفانه یاد خودبختانه با خانمم نمیذاره بگیرم. خیلی ببین از خانمت باید ممنون، ببین از خانمت باید تشکر کنی، ممنون باشی، حتما ایشون شما رو دوست داره که نمیذاره شما بری فیسبوک. از قول منم از ایشون تشکر کن. حالا اجازه بده اگه همین شماره‌ای که اینجا من میبینم که آخرش 4-0 هست،
یعنی 4-0. من اینو برای آقای انصاری میفرستم، میگم با شما تماس بگیره. خوبه اینجوری؟ خیلی ممنون میشم از جناب عادی. ممنونم. خیلی ممنون میشم. روز و روزگار خوش. برنامه‌ای که شما دارین معرکه است. من ممنون. خود شما قلب خوبی دارید. من ممنونم از شما. دمالتون آقا. خیلی ممنون. خدا نگهدار. اگه میشه شماره ما رو به روی زنگ بزنید. خیلی ممنون. چشم. مرسی که زنگ زدید. بله دوستان عزیز، ما توی تلویزیون مردم همیشه گفتیم هر کسی که میاد اینجا برنامه میذاره اون مختار هست که بگه که دوستان من باور ندارم به ایمیل، برای من نامه بنویسید، من دوست دارم نامه بنویسید. چرا؟ باور دارم که اگه شما میخوای من بهت جواب بدم در تماس باشم یه وقتی برای من بذاری. یکی دیگه میگه من تلفن، یکی میگه فیسبوک. ما با خواسته اونها عمل میکنیم و بله مسلمه آقای احمدعلی مسعود انصاری فیسبوک داره، ایمیل داره، تلفن داره، ولی چون تا حالا به من نگفته تو هیچ برنامه ای تلفنش رو بذارم، این احترام ما به اونا میذاریم. و دوستان یاد بگیریم از امروز هر وقت میخوایم شماره یک کسی رو بگیریم، مثل این آقا سوربی، شماره آقای انصاری رو داری؟ سوربی اگه گفت بله، بهش بگیم که شماره منو بهش بده، بگو من زنگ بزن. اینجوری هم سوربی رو از این مکافات بردیم بیرون، هم این که شماره شما میدی، مطمئنم وقتی هم شما شمارتو میدی اینقدر به طرف احترام قائل شدی که شمارتو در اختیارش قرار بدی، اون هم اینقدر معرفت شعور داره که به شما زنگ بزنه باهاتون صحبت کنه. و ممنونم که برنامه ما رو نگاه میکنی، بیشتر ممنونم که از برنامه ها خوشت میاد و شما حتی اگه انتقادی هم داشته باشی خوشحالتر میشم زنگ بزنی انتقادت رو بگی و ما مثل این دوستمون نمیخواستم بگم ناراحت نمیشم، چرا بابا ما هم ناراحت میشیم، این اخلاق بدمونه دیگه. تا یه کسی از اون انتقاد میکنه میخوایم بریم پدرشو در بیاریم، بی جوابش نذاریم، بهش بگیم آقا تو مریضی، برو بیمارستان. ولی اگه تعریف کردن همچین خنده به دلمون میفته از اینجا، این دوتا دهنمون انگار که با چش بستن به اینجا به گوشام. مرسی عزیز. خب در حین برنامه‌ای که من قبلا داشتم، این خانم ایرانپور عزیز از شیراز یه شعر رو براش فرستاد، برای برنامه فرستاد در رابطه با برنامه برای دوتا داداشش که واقعا اینجا عشق منو در آورد. یه شعری بود از سعدی و من اگر بتونم پیداش کنم براتون میخونم. تا زدم تلگرام آمد، نوشته برای برادران قریبم. اونایی که منو میشناسن میدونن من اینایی که برادرشون نیست، برادرشون از دست دادن، اینها میتونم بهشون بگم که همدردم با شما، درد شما رو میفهمم. چون خیلی وقتا ما اینو به غلط استفاده میکنیم، مثلا میریم یه جایی خدای نکرده بچه بابای بچهشو از دست داده، ما به جایی که بهش بگیم که ما رو در غم خودت سهیم بدون، در غمتون شریک هستیم، میگیم ما درد شما رو میفهمیم. حتی شنیدم یه جایی یه بچه‌ای فوت شده، وقتی میگیم بچه میدونید که بچه‌ها تا 100 سالشون هم باشن بچه‌ی پدر مادرشون، حالا ممکنه پدر مادر 120 سال باشه، بعد یکی آمده بهش گفته خال خوب شد زودتر رفت درد کمتر کشید. بله همه ما میدونیم وقتی یکی مریضه اگه زودتر بره درد کمتر میکشه، ولی اینو به یه مادر یا به یه پدر نمیشه گفت. تنها چیزی که میشه گفت باید بگی که ما که نمیتونیم درد شما رو بفهمیم، ولی همینقدر که میفهمیم امیدواریم که شما بهتون بسیار صبری داشته باشید که بتونید این فاجعه رو تحمل کنید. و بله من با این حالا اینها وضعشون بهتر از ماست، بازی امیدی دارن که برادرشون هست و یه روزی به اصطلاح چشمشون به وجود اونها روشن میشه. ما که دیگه الان 32 سال هست و بله گفت شب فراق که دادن، شب فراق که دادن که تا سحر چند است، مگر کسی که به زندان ببخشید خراب کردم شعری، شب فراق که داند که تا سحر چند است، یعنی چقدر طول میکشه اونها، مگر کسی که به زندان عشق در بند است. یه وبسایتایی هست وقتی این شعرها رو بنویسی، اونایی که فارسیشون از من بهتره اینا رو دکلمه کردن گذاشتن و خیلی بهتره. وقتی میخوایم یه شعری رو بخونیم صدای اونها رو اول گوش بدیم که اینو ببینیم آقا شب فراق که داند و که با دادند و اینا اشتباه نخونیم. در هر صورت گرفتم از غم دل راه بوستان گیرم. حالا برفرض که چون ناراحتم بزنم به دشت و گلستان و بوستان،
کدام سرو به بالای دوست مانند است؟ پیام من که رساند به یار مهر گسل، که بر شکستی و ما را هنوز پیوند است. قسم به جان گفتن، قسم به جان تو گفتن طریق عزت نیست، به خاک پای تو وان هم عظیم سوگند است. شعر چند تا خط دیگه ادامه داره، ولی لب مطلب همین بود که وقتی یه عزیزی از دست میره یا چشم انتظارش هستید، چقدر اوقات و ایام سخت میگذره. ممنونم از پتیک عزیز، ممنونم از آقای خزائی، ممنونم از داریوش، ممنونم از حسین که برای ما پیام میفرستن، برای ما چیزای جالب میفرستن. حسین یه پیامی فرستاده، ببینم برای عمومیه یا فقط برای خود منه. حسین جان از این به بعد لطف کن اگه فقط برای خود منه، هم اولش بگو این پیام خصوصیه تا من خاموشش کنم. بشنویم با هم پیام حسین رو. این رو چند روز پیش گذاشته و تا امروز من نتونستم اینو براتون بزنم، چون ما دوشنبه تعطیل کرده بودیم، چون اینجا روز پرزیدنت دی بود. بفرمایید حسین آقا از ایران. با حسین از ایران، خیلی ممنون از اینکه راجع به فردوسی بزرگ ما، اتفاقا برای ما یه جورایی مقدس، مقدس یعنی قابل احترام. نه 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 حسین، اذیت نکن. من بارها گفتم چون رشتم فنی بوده خیلی فارسی و ادبیات فارسی نرفتم دنبالش. ما برای هر کلمه جای خودش داره. شما میگی قابل احترام، میتونی بگی خیلی محترمه، ولی اگه گفتی مقدس یه خطی دورش میکشی که این انقدر مقدسه که اگه اومدی نزدیک سربی میخوام گردنتو بزنم. یک کمی هم عصبانیت تو صحبت شما هست، ولی من از همه دعوت کردم، از شما هم دعوت میکنم بیاین برای من توضیح بدید طبق تاریخ 1400 سال پیش یا پدر سوختگی سلمان فارسی بوده یا ناراحتیش از مغان زرتشت بوده، هر دلیلی این رفته و اون آمده و اون قرآن و اون نمیدونم تورات و اون یکی انجیل و قاطی کردن و انداختن و اینجوری کردش سوره هاشو پس پیش گفتن و اینها، امروز به این نتیجه رسیدیم بله اعراب حمله کردن، پادشاهی ایران که انقدر پوز میداد در مقابل چند تا عرب پاپتی گشنه با چوب و با اسب پرتش در رفت. و این فقط 2400 سال پیش نبوده، زمان رضا شاه هم ماجرای حمله خارجی ها به ایران بوده همین ماجرا، زمان بچه شاه هم همین ماجرا، همشون کارشون خرابه و من و شما هم چون ایرانی هستیم کارمون خیلی خرابه. وقتی یه تیمسار میاد اینجا پوز میده من تیمسارم میخوام برم انقلاب کنم، ما بهش میگه آقا مردک شما زودتر از شاه در رفتی، یا تازه اگه موندی بعدن قایم شدی یا از کوه کمر در رفتی، اگه تیمسار بودی اگه چی بودی. البته اونا هم چی دارن میگن، ما آقا به تاج و تخت ایشون قسم خوردیم، ایشون فرار کرد تاج و تختم دزدید آورد اینجا با زنش و بچه‌ش و اینا، ما هم دیگه نه شاهی بود نه تاج و تختی، دیگه حقوقی هم که نیست وایسیم برای چی؟ مشکل زیاده حسین جان، نکنید این کارو. آقا شما احترام بذار به شاهنامه روزی 10 بار بخون، ولی بیا برای سوربی بگو اونی که میگه عجم زنده کردم بدین پارسی، بعد اون احمقای شاه اللهی که میگن حسن الهیکل گفته که ببخشید آقای چمن آرا به شما بر نخوره، حسن الهیکل گفته اگر شاهنامه نبود فردوسی نبود شما هم عربی صحبت میکردید. آقا شاید اصلا ما ایرانی ها تنبل بودیم، زبان یاد گرفتن برای اون مشکل بوده، مثل من 32 سال اینجا هستم هنوز بلد نیستم ا و، مثل این دوستمون آقای اسماعیل جلیلی سوربی رو با انگلیسی خونده میگه قطبی، خب چی بگیم دیگه. بعد چه جوری شده اگه 1400 سال پیش مسلمان شدیم و چقدر هم زود عرب شدیم و از بس عربیمون هم خوب بود همه کتابا رو عربی میخوندیم، یه کتابی توی توس 2000 کیلومتر بالای شیراز آقا نوشته پولشو ندادن، دعوا شده این کتاب تا کی رو شطور این ور اون ور میرفته، یه دفعه آمدیم هممون بلبل شدیم و هممون فارسی صحبت کردیم. نمیخونه عزیزم. تازه فردوسی سراینده این شعرها نبوده، ایشون نشسته جمعش کرده، چندین شاهنامه داشتیم ایشون نشسته جمعش کرده. من این شاهنامه دوتا شو این پشت دارم و برید بخونید، برید ببینید تاریخش چیه، مال کجاش تا کجاش، مال کی بوده، مال کی بوده. این آقا آورده چی میگن میرزا بوده بلد بوده بنویسه،
بعد خواسته پول بگیره بهش پول نده. شما میگی که برای ما محترمه و یه جورایی هم مقدسه، پس سوربی جان شما سراغش نرو. من عذر میخوام، شما اگه بگی قرآن مجیدم برای من مقدس سراغش نرو، من میگم آقا دوستیمون سر جاش، اجازه بده اگه تو قرآن مجید و کریم و هر چیزی نوشته که مغایر هست با نمیدونم حقوق بشر، با آزادی انسان ها، اینو وقتی نوشتن برای 2000 سال، برای 1400 سال پیش، الان باید عوض می‌شده. و چه جوریه که خدا، داستان خدا و پیدایش خدا و طبیعت و اینا رو اگه قبول کنیم، اینا همه 6000 ساله. چه جوریه توی 6000 سال 124000 تا پیغمبر آفریده؟ 6400 کم کنیم 4600، توی 4600 تا 124000 تا پیغمبر آفریده، بعد از 1400 سال پیش دیگه پیغمبر نیافریده، نفرستاده که اونم یکی پیدا بشه مثل این آقایی که توی آمریکا آمد، یکی پیدا بشه مثل رهبر دین باب و باهایا و اونا بگن ما خدا هستیم، کتابم بنویسن به نام کتاب اقدس، اتفاقا کتاب مقدس، اونا هم بگن دست به این کتاب نزن، اونا هم بگن هیچ که حق نداره ترجمهش کنه. نکن حسین جان، گفت ما ز یاران چشم یاری داشتیم. بفرمایید حسین جان، یه لطفی بکن ازت سوال میکنم، اگر میخوای زنگ بزنی به داداشت سوال کنی که فردا چالوس میره یا نه، اگه میره مثلا یه بطرم گلاب برای شما بخره، شما همینجوری که تلویزیون روشنه حرف میزنی بهش، یا اول صدای تلویزیون رو میبندی بعد تلفن میزنی به داداشت؟ چرا ما اینو رعایت نمیکنیم؟ باور کنید، من چند روز پیش نوام اینجا بود، شروع کرده داره این کتاب رو ورق میزنه، همینجوری که اینجوری حرف میزنه. این دوربین رو درآوردم، دوربین که چه ارز کنم دیگه، این روزا تلفن ها دوربینه، درآوردم ضبط کنم. این دوربین ها میدونی که تلفن ها میکروفونش از این وریه، تلویزیون این ور روشن بود و صدای اون برنامه می اومد. من وقتی اینو برای پسرم و دخترم فرستادم، پسرم گفت بابا اقلا تلویزیون رو خاموش میکردی تا ما صدای نوه رو بشنویم. درست میگه آقا به خودت احترام بذار. من الان میخوام پیام شما رو پخش کنم، هر چی صدا رو ببرم بالا، اون صدای بک‌گراند تلویزیون رادیو بیشتره. حالا من یه چیزی هم بهتون میگم، اونایی که فیزیک خوندن میدونن، میگن صدا اصلا بلندگو میدونی چرا اینجوری میکنن؟ صدا هر چی دورتر میشه اینجوری بازتر میشه. باور کنید بعضی وقتا شما اگر گوشی تلفن دم دست اینجوری صحبت میکنید، اون صدایی که داره میاد اینجا الان رسیده به اون اوج باز شدنش، اون بیشتر میاد توی این دهنی. ما این گوشی و دهنی اینا رو اشتباه کردیم، یاد نگرفتیم. الان هم توی ایران به تلفن همراه میگن گوشی، بعض اینجا هم خیلی قاطی هستیم. این گوشیه که میذاریم در گوشمون، این دهنیه که الان هی روز به روز کوچکتر شده آمده اینجا، چون میگن وقتی صحبت میکنی صدا بیشتر از اینجا ها میاد. راستم میگن، چون اینجاست. اونایی هم که خیلی سیگار میکشن و سرطان و نمیدونم حنجره رو از دست میدن، بعد دستگاه واسه میکنن اینجا که خدا نصیب هیچ کس نکنه. در صورت ممنونم عزیزم، در این باره اگه میخوای صحبت کنی یه روز مهمون من باش، یا با اسکایپ یا با تلفن، گل بگیم گل بشنویم، من نظرات خودمو بگم. من فکر کنم ما هیچ وقت تو شیراز عرب نشدیم که بعد بخوایم حالا فارسی شاهنامه بشیم. شایدم شیرازی ها چون اهل دل و حال و تنبل هستن، گفتن بابا ولمون کن، عربی چیه یاد نگرفتیم. به همین خاطرم بهمون گفتن عجم. عجم به عربی یعنی کسی که زبان نافهمه. این ماجرای زبان نافهمی هم، این عربا اینقدر خر بودن که نمیدونستن بابا من زبان تو رو بلد نیستم، زبان خودم رو که میفهمم. که یه جوکی داریم، میگن مادر یکی از بچه‌ها خواست بره ژاپن دخترش رو ببینه، بهش گفتم مامان بشین اینجا دو تا کلمه ژاپنی یاد بگی، اینجا کجاست، توالت کجاست، تانکیو نمیدونم، متشکرم، تاکسی کجاست یاد بگی. گفت نه بالاخره یه کاریش میکنم. بلند شد رفت ژاپن، رفت و دخترش دید و برگشت و اومد نشست تو مهمونی ها تعریف کردن. بهش گفتن که مامان شما مثلا خانم شما رفتی ژاپن مشکلی نداشتی؟ گفت نه، شهر کشور بسیار تمیزی، دوست توش نیست، گدا توش نیست، خیلی مردمش محترم و اینها هستن. تنها مشکلی که من داشتم این پدرسوخته ها زبان بلد نیست. نگفت من زبانشونو بلد نیستم، گفت این پدرسوخته ها زبان بلد نیستن. این عربای وحشی هم که حمله کردن اونجا، وقتی آمدن گفتن آقا این زبان نمیفهمه.
خب زبانشون رو نمیفهمیدیم، بمانه. حالا زبان یاد گرفتیم، امروز این کلام رو داریم با هم صحبت میکنیم، بیاین از این ارتباطات استفاده کنیم. یه چیزی رو آقای آرمن ساگنیان نوشته بود، بعد اون هی که حسین کمپانی احمق براش نوشته بود، این که شما مثلا به عکس گفتید فرتور، باید بنویسید فرتور. اینم نوشته بود از ایشان عذر میخواهم، به جای فرتور می‌نویسم فرتور. گدای خاک بر سر دوتاتون، 70-80 سال از عمرتون گذشته. خر چی میگفتن؟ خر عیسی چون به مکه بری باز خر برگردد، یا اینکه رسید به نمیدونم ای که 70 گذشته در خوابی مگر این دو روز دریابی. شما تازه تو آمریکا نشستید دارید سر یک کلمه فارسی با هم دعوا میکنید. بابا آقای جلیلی قرونه دارن، کارمون خیلی خراب. ضمن من قرار بود مارچ بیام آلمان، ممکنه تابستون بیام آلمان. کجای آلمان هستی تا بیام با هم دیگه یک کلکلی کنیم و ببینیم که دنیا دست کیست. ساعت 2:55 است. در 6 ماه 50 تا ترانه خواندید نوشتم، اسماعیل جلیلی گفتم، گردمایی سالانه سیپک که هنوز هم ادامه دارد. این محافظه‌کاران تندرو آمریکایی هستن. من هم تا چند سال پیش میرفتم، اون 3-4 روزی که اینجا بودن عکس میگرفتیم، فیلم میگرفتیم. خیلی خوشحالم که دیگه نمیرم، چون جورج بوش میشد تحمل کنی، نمیدونم دیوانه های دیگر رو میشد، این دیوانه زنجیری ترامپ رو اصلا ولش کن. برنامه مهندس سهراب چمنارا امروز بعد از برنامه آقای حسن ارشاد یه ویدیویی پخش میکنیم که ویدیوی ایشون هم چند روز در یوتیوب، در یوتیوب که هست هیچی، در تلویزیون مردم پخش میشه. ضمناً در یوتیوب هست، در فیسبوک مردم تیوی هست، در بالاترین هست. ای بابا این همه جا هست. خب برین نگاه کنید، یاد بگیرید. یه چیز جالب دیدم از آقای چمنارا، میگه خیلی جالبه، من آمدم یه چیزی گفتم، اونی که بنیادگرا و فناتیک و مذهبیه میگه نگاه کن این توهین کرد به قرآن. اونی که فکر میکنه مثل آقای مانی و دیگران یکم پیشرفته میگه نگاه کنید این تو آمریکا داره قرآن رو موجه نشون میده برای اونا. اولا قرآن احتیاجی به من و شما نداره که دشمنش باشیم یا موجه باشیم، خیلی خیلی ساده است. 1,800,000 نفر مسلمونن، حالا یا بچه زیاد درست کردن مسلمونن، یا فکر میکنن مسلمونن، قرآن هم ممکنه نخونده باشن ولی مسلمونن. یه چیزی بوده که این تونسته 1,800,000,000 نفر رو جذب خودش کنه. ساعت بعدی آقای افشارا هستن، اگه دوست داشتن در این مورد صحبت کنند، که یعنی اگر این 2000 سال بود شاید از مسیحیان بیشتر بشه، که داره میره جلو و اینا وحشت کردن همینه. در هر صورت اندیشکده قانون اساسی قانون.org، حکومت پارلمانی ایران جدای دین از حکومت. پس ترتیب برنامه ها شد چی؟ کانون آوا، سوربی با مردم، دکتر افشارها، آقای ارشاد و آقای چمنارا. آقای فرزاد عزیزی هم برنامه ای دارن، خیلی خوب اجرا نشد چون ایشون با یکی دیگه قرار بود صحبت کنه، اینترنتشون قطع شد و اینها. بماند، اجازه بدید که من یکی دو دقیقه برنامه رو زودتر از شما خداحافظی کنم و بریم سراغ آقای دکتر کاظم افشارها تا اون قولی رو که به ایشون دادیم که ساعت 3 با ایشون هستیم انجام داده باشیم. دکتر افشارها، ببینیم که بله، دکتر افشارها ما دو تا داریم، بله احتمال زیاد ایشون، آقای دکتر کاظم افشارها از کجا بگید؟ از کانادا. بله بله آمدن روی خط دوستان. الو، اجازه بدید ویدیو. بله بله آقای افشارها سلام و درود بر شما و خوشحالم که ارتباط برقرار شد. مثل همیشه شاد و خوشحال باشید و ما هم از دانش شما و صحبتهای شما استفاده میکنیم. دوستان عزیز، با آقای کاظم افشارها هستیم، دکتر کاظم افشارها از کانادا، و پای صحبت ایشون مینشینیم در برنامه پرسش و پاسخ. پرسش های خود رو با ایمیل میتونید برای ایشون بفرستید، با تلفن میتونید باهاشون تماس بگیرید. شماره تلفن و ایمیل و اینها رو در حین برنامه روی صفحه براتون میگذارم. آقای افشارها خوش آمدید، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. با عرض سلام
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. یا من هم اختفا لفرت نوره الظاهر الباطن فی ظهوره. الحمدلله الصلاة والسلام على رسول الله محمد المصطفی صلی الله علیه و آله و سلم الذي ارسل مبشرا و نذیرا لیظهر الحق و یبطل الباطل و علی وصی بلافصل علی المرتضی و اولادی الائم الاحد العشر المعصومین و نحمده علی التوفیق لقبول ولایتهم و التبرا من اعدائهم و سلام و درود بی پایان بر موحدین عالم، یکتا پرستان جهان و معتقدین به صاحب ملک و ملکوت اعلی و مالک یوم الدین با هر دین، مذهب، آیین و منشی که دارند. و اما جناب آقای سربی، حضرت عالی در هفته گذشته در موقعی که ما از این خانم مرحوم حاج منرضای پهلوی صحبت میکردیم، خانم فرح دیبا، بله بله، ما ایشان را همون حاج منرضا پهلوی میشناسیم و ایشون هم عیال اون مرحوم، با قول شما خانم دیبا، بله. عرضم به حضورتون درباره شعر مربوط به ایشان فرمودید. خب خاطرتون هست که من از سال 2015 که در خدمت دوستان هستیم از طریق تلویزیون عرض کنم که پربار حضرت عالی، همیشه بعضن با سعدی هم آغاز میکردیم، چون من از همون دوران خیلی قدیم، حالا در این کتاب من نوشتم به اصطلاح که کتابهای جیبی قرآن کریم، گلستان و بوستان سعدی و حافظ به قطع جیبی از قدیم همیشه همراه ما بوده است و هست و انشاءالله خواهد بود. عرضم به حضورتون همیشه با سعدی شروع میکردیم. خب حالا هم لازم دیدیم که در پاسخ اون روز حضرت عالی برای به اصطلاح میمنت ادبی هم به برنامه داده باشم، اون حکایت مربوطه رو عرض میکنم که پاسخ جناب عالی رو داده باشیم و سؤال حضرت عالی بی جواب نگذاشته باشیم. بازرگانی را شنیدن که 150 شتر بار داشت و 40 بنده خدمتکار. شبی در جزیره کیش مرا به حجره خیش در آورد، همه شب نیارمید از سخنهای پریشان گفتن که فلان انبازم، انباز یعنی شریک، به ترکستان و فلان بضاعت به هندوستان است و این قباله فلان زمین است و فلان چیز را فلان زمین، این زمین دوم با ذات هست یعنی زمانت کننده. گاه گفتی خاطر اسکندریه دارم که هوایی خوش است، باز گفتی نه که دریای مغرب مشبش است. سعدیا سفری دیگرم در پیش است، اگر آن کرده شود به قیمت عمر خیش بقیت عمر خیش به گوشه ای بنشینم. گفتم آن کدام سفر است؟ گفت گوگرد پارسی یعنی از ایران خواهم بردن به چین که شنیدم قیمتی عظیم دارد و از آنجا کاسه چینی به روم آرم و دیبای رومی به هند و فولاد هندی به حلب و آبگینه حلبی به یمن و برد یمانی به پارس، یعنی ما که برد یمانی هم برم دیگه به ایران دوباره، و از آن پس هر که تجارت کنن و به دکانی بنشینن. انصاف از این ماخولیا چندان فرو گفت که بیش طاقت گفتنش نمان. گفت ای سعدی تو هم سخنی بگوی از آنها که دیده ای و شنیده. گفتم آن شنیدستی که در اقصای غور بار سالاری بیفتاد از ستور؟ گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور. این پاسخ به فرمایش حضرت عالی بود که اون روز اشاره کردی که
شعر مربوطه این داستانش بود با شعرش که حقیقت مصداق این دنیادارانی بی خبر از همه چیز را دارد که با همین سن و سال هنوز فکر میکنند که ارزم بزرگتون گوگل از ایران ببره به چین و از چین ببره نمیدونم کاسه چینی به روم و غیر زاره. این در اون مقام عرض کردن که پاسخی داده باشیم که بی جواب نمونده باشیم. بسیار ممنون از شما. اجازه بدیم به دوستان بگیم که راجع به خانم فرح دیبا بود. بله. یه دفعه این به فکر من رسید که یه شعری هست از سعدی که میگه بعضی از آدم‌ها اینجوری و باد خاک گور یا قناعت. شما لطف کردید درباره اون توضیح دادید. دوستان عزیز، اسم آقای دکتر کاظم افشارها رو روی گوگل یا روی یوتیوب اگر تایپ کنید، ویدیوهایی که ایشون تو تلویزیون مردم داشته، تو تلویزیون‌های دیگه داشتن توی کانادا و اینها، همه رو میتونید ببینید. من ساکت میشم و تشکر میکنم از آقای افشارها که در این باره توضیح داده. بفرمایید. بنده خوشخبری بدم که دوستانی که پیرو برنامه‌های حضرت عالی هستن با حقیقت هم همینطور. آیه سروی، من همیشه گفتم به دوستان که آقا لزوما انسان نباید بفشی بگیرد و وافور بگیرد و این صحبت‌ها تریاکی بشود. اگر یک جمعیتی رو در یک محفظه در یک سالونی بگذارن و روزی نیم من هم تریاک در اونجا دود کنم، بعد از 20 روز یک ماه این ملت عرض کنم که محبوسی در آن سالن اوتوماتیکلی تریاکی شدن دیگه. این یک چیز عادی هستش. این برنامه های سی ان ان بینی به وسیله امریکایی و مردم دنیا، این برنامه های مرشد و مرشد بچه ای آقای نمیدونم این کی ازش دوسته گرامی ملت آقای میبودی و مرشد بچه هاش، برنامه قشنگ حضرت عالی و این دوستانی که صحبتی دارن، اینها معتادینی داره. حالا سی ان ان خیلی، یکی آقای میبودی کمتر. و خاطر جمع باشید که دوستانی که به حال اینها رو میبینن مسبوق هستن که این به اون فرمایش حضرت عالی درباره اون خانم آجمنوزا پهلوی میخورد و ما هم به این دلیل پاسخ حضرت عالی رو داد. خواهش میکنم. عرضم بودورتون آی سوربی، در همینجا من یک نکته رو برای دوستان روشن میکنم قبل از ورود ماهوی به مطالبم. که حضرت عالی روز چهارشنبه اشاره ای فرمودید درباره اینی که اون باز همون آقای بهادری آدم عرض کنم مجهول و نامی در اون چیزایی به اصطلاح همین عرض کنم که مافیای فضاهای مجازی صحبتی داشتیم، فرمودیم که اسم منم چون آمد در اون جمله، فرمودیم ممکنه این از این شاه اللهیا باشه، از همین نمیدونم چیه اسمش، مجاهدین باشه. اینا من خواستم به عرضتون برسونم که در نهایت تواضع من از این جمله دوستان عزیز به شما عرض کنم که اولا اسم مبارک الله رو ما نمیتونیم در پس هر جمله ای بیاریم. مشکی ارزم به حضورتون که شاه پرست، مشکی ارزم به حضورتون که مجاهد، تمام اینها دوستان عزیز، برادران، خواهران گرامی، از دید بنده تمام دوستان و برادران و خواهران ایرانی در هر دین، آیین، مذهب، روش سیاسی، همه مورد احترام و قدم همه هم روی چشم خاکی ما قرار میگیره. هر کدوممون هم باید یه احساس رو داشته باشیم. جسارت بنده یا دیگر افراد اگر یک وقتی انجام میگیرد بر مبنای یک دید فلسفی در یک مکتب سیاسی یا یک مکتب اجتماعی است. ما با افراد هیچ مسئله نداریم. مجاهدین افرادی بودن که حقیقت مورد عرضم به حضورتون که چی بگم وفا یا جفای زمانه بودن، عرضم به خدمتون در اون اوائل مورد پشتیبانی بسیاری از روحانیان والاقد بودن در اون مقدمات. اینها بسیار کشته دادن. من خودم دبیری بودم در دبیرستانهای تهران که دانش آموزان دختر رو درس میدادیم. این حرفا بعدها شنیدیم که طفلهای معصوم به چه مصیبتی افتاده بودن چون جز همین افراد بودن. به حال همه اینها حتی همونهایی که شاه پرست هستن مورد احترام ما. اگر یک روزی من به این آقا رضا پهلوی بهش گفتم آقا جان شما نمیگیم تو 5 میلیون 3 میلیونشون، میگیم آقا 50,000 نفر شما طرفدار دارید که این شاه پرستی دور برید تو همین بلوک خارج. جناب سر به شما مطلعین که در دنیا ما خیلی کشورها داریم بیش از چه 10-20 تا که اینا زیر 1 میلیون جمعیت دارن، کشورن، پادشاه دارن، رئیس جمهور دارن، صندلی در سازمان ملل دارن. آقا
4-5 میلیون ایرانی خارج هستید، 2 میلیون اقلا در امریکا، ما یک روز خاطرتون هست، پیشنهاد دادیم، گفتیم آقا شما بیاین به اینا بگین ما $100 به عنوان تکس شادوسی به ما بدین، 50,000 تا میگیریم، 50,000 تا ضرب در $10 میشه چقدر؟ 500,000 تا، 500,000 تا ضرب در یک دهه دیگه بکنیم که اون صدر بود کنه میشه $5 میلیون در ما. والله شهد الله آقا رضای گل قادری برادر بزرگوار آقای محترم که بری یک زمینی بخری شکل ایران دراری، تخت طلایی بذارین، تاجی بذاری رو سره، این شاه پرستا و شاه دوستای بیان اونجا دوری بزنن، از ساعت 11 خوبه اداره دیگه، 11:30 تا ساعت 2:30 بشینین اونجا، شما بشین شاه، اونم بشن ملت شاه پرست. والله شهد الله آقای پهلوی، من این رو نه به متلک نه به اما و اشاره میگم، یک واقعیت، شما به شاهیت رسیدی، شاه پرستا به شاه پرستیشان رسیدن، ما با کارتونم انجام دادیم، خدا خیر بده، تمام شد و رفت. ما جسارتی نداریم اگر حرفی میزنیم درباره یک مسلک، یک روش، یک فلسفه است. اگر به غرب میتازیم، نه بر غربی های عزیز، نه بر ازم بودون مردمان محترمش، بلکه بر فلسفه غرب که از قوطی مارگیری فلاسفه مغز باخته MI6 و نمیدونم CIA و غیرزالک در میاد. ما با آنها وقتی میگیم آقا غرب، اگر نه نه در جغرافیه ای که میگه پس شما چرا اینجا، میگم آقا اصلا به جا چون من رو عرض الله هم، عرض الله یعنی هر جا من رفتم اونجا زمین و خداست، بیش کم مربوط نیست. این مقیدات ذهنی هم مفت کسانی که اعتقاد دارن بهش، ایران بودم ایرانم، عراق بودم عراقم، امریکا بودم امریکایم. برحال چون در اونو شما فرمودید، بنده به مجاهدین و عرض کنم که غیر ادیان اسلام همه ادیان دیگر طرفدارانشون، عرضم به حضورتون که به شاه دوست ها و شاه پرست ها همه احترام میگذاریم، و من معتقدم این اشخاصی که در فضای مجازی خودشون ظاهر میکنن، لعنت بر فضای مجازی، لعنت بر این اختراعات بیمورد و در اختیار همگان قرار دادن. آقای افشارها نمیدونم برنامه منو نگاه کردید، یه دوستی زنگ زد گفت خانمش بهش اجازه نمیده، گفتم آره من خانم تشکر کنم. اینا اصلا نینهای کفریات، اینها آقا هچپیات، آقای سربی، من یکی از مشکلات بسیار شدیدم، چون اگر در هیچ موردی خودم رو واقعا موثق ندارم، در امر آموزش و پرورش میدونم، برای که بیش از 40-50 سال در موارد مختلف و کشورهای مختلف کار کردم. مثلا سر جنگم با این به اصطلاح آموزش و پرورش های غرب عموما خصوصا امریکا و کانادا اینه، خدا گواهه من نمیگم بگی 8-9 تا چند تا میشه، بگو آقا 6-10 تا چند تا میشه، به کسی که دیپلم گرفته و در آمده، این قبل از این که بخواد پاسخ شما رو بده دنبال کلکولیترش میگرده. آقا شما اینو میگید، رئیس جمهورشون آقای جورج بوش از یل فارغ التحصیل شده بود، میگفتن این فرهنگ لغتش قدر کلاس پنجم، وای بر این آموزش و پرورش، مرگ بر این آموزش و پرورش. آقا 6 کلاس مردم درس میخوندن، به کنج کلیسا به کنج مدارس طبع شعر پیدا میکردن، والله شهد الله پدر بزرگ من امامه داشت عدد اول میدونست، که اگر من اصلا این تحصیل کرده الان بپرسم آقا عدد اول، اصلا من بهتم برد یک مرد عرض کنم عالم تاجر با لباس روحانی، این میگه عدد اول، 5 کلاس اینا درس میخوندن، بنیاد آموزش و پرورش را از بین بردن. من اینها را سارقین فضای مجازی میدونم، هویت براشون قائل نیستم، هرگز من جسارت بردم به حضورتون که نمیدونم ارمنی، نمیدونم عرض کنم که صوفی، نمیدونم مسیحی، نمیدونم یهودی، شاه دوست یا مجاهد ندارم اصلا. زمنان من همینجا خوب هست که به عرض دوستان برسانم که اگر آقای سربی عزیز و دیگر بینندگان من به جماعتی هم بخوام
بعد از روحانیون مبارز کرد ابتدا واقعا تاج سر سیاست کشورمون بودن از هزار سال قبل تا یوم القیامه هم خواهم بود، باز هم بچه های مجاهد اینها سبقه و سبقه مذهبی دارن. من الان هم یک وقت بخوام اینها رو نگاه کنم اونا رو تماشا، برای که از ظاهر لااقل زیباشون، از ظاهر پوشیدهشون لذت ببرم. اینها سر و سر رو سر آشنایی با مذهب و خدا و دین و پیغمبر دارن، ولی من عرض کردم هرگز اصلا درگیر مباحث و مسائل سیاسی نمیشم، برای که روزی که لازم بوده در جوانی کارامونه کردیم. کتاب من که امروز اشاره بهش خواهم کرد جلوتر یک از کار تبلیغ براش داشته باشم، فرصتی باشه انشالله به کمیشم بخوانم، خواهم گفت که خیلی هم زحمت کشیدیم، خیلی هم زج کشیدیم، امروز هم دیگه موقع صحبتمون است. برای اینو من لازم دیدم که بعد از تالی عرض کنم که من هرگز اون اسامی رو بر اونها قائل نمیشم، فقط اینها رو من اشخاص به اصطلاح مجهول فضای مجازی میدونم که از بی خوبون قابل عرضم به حضورتون انکار است. کل فضای مجازی دیگه اینها که خورده هایش هستن. لازم میدونم تشکری بکنم از ایمیل هایی که دریافت کردم، 3-4 تا این هفته بود و تلفن هایی زدن. متشکرم از آقای پرویز علف. آقای علف فرمودید برای کشتن مگس از من، آقا کاملا هم عقیده شما هستم و همون روز هم خدمت حضرت آقای سربی اشاره و تلویحاً بهشون عرض کردم که آقا هر چیزی، هر عرض کنم بادفرعی، هر مجازاتی باید متناسب با جرم باشه. اگر یک کسی نعوذن بالله به من یک فحش پدری داد، من لازم نیست توپ و توپخانه بیارم برای حمله به این، هر چیزی متوازن بایستی باشه. شما هم به من اشاره کردید که آقا بخواید، بنده همون روز از ایشون خواستم، باز هم متواضعانه درخواست میکنم که آقا همه چیز باید متناسب باشه. اگر کسی یک صحبتی، یک حرف نادرستی زد، قضاوت نابجایی کرد، بهترین راه که اولا بخشش، اگر نشد هم باید متناسب با اون پاسخ بدیم. چون ایشون نوشتن برای مگس کشتن از خمپاره و توپ و بمب اتمی استفاده نمی کنیم. بله درست میگیم، ولی بنده هم عقیده شما رو دارم به شکل و زبان خودم. بنده از حضرت ساعد کمک میگیرم که گفت دهن خیش به دشنام میالا زنهار، چین زر قلب به هر کس که دهی باز دهد. این رو من همون روز هم به اشاره گفتم، زمانی که یک عرضم به حضورتون بلنگوی مؤذن، یک عرضم به حضورتون که بلنگوی خوب معتبر خدا به ای نحو در اختیار کسی میگذاره، حیف ساحت مقدسش هست که بخواد انسان واقعا به زیاده گویی. حالا یک وقتی لازم هست واقعا انسان گفت ادب تهو فت ادب، ادبش بکن تا ادب بپذیرد، لکن چون ایشون خیلی مشروع برای من نوشته بودن گفتم در همینجا تشکر بکنم، بگم شما هم درست گفتید، بنده هم از ایشون درخواست کردم، ایشون هم معرفت به خرج دادند و پاسخ بنده رو اون روز دادند و تشکر لازم انجام شد. خانم زهره میم میلانیم فرمودید از شعار اولیه گفتارتان که متضمن احترام و عقاید دیگران است. خانم زهره خانم خیلی متشکر هستم از راهنمایی شما، این سیرت و صفت دیرینه من هستش و به تمام افراد گاو پرست هند، عرضم به حضورتون مجسمه اینقدری پرست تایلندی، به هر کسی به حکم این که اینها بنده خدا هستن، انسانیم هممون، کان الناس من امت واحده، انسانها همه با هم برابرن، بنابراین به اعتقادهای اون هم احترام میگذاریم، ولی خب در انتقاد باز است. اگر کسی هم از اسلام عزیز انتقادی داشته باشه فقط جانب ادب رو رعایت کنه، قرض و کینه نداشته باشه، که متاسفانه 80% این افراد بیخرد توت شده یا ذهن باطله خودشون هست یا از آبشخاری اینها به اصطلاح آب میخورن و بیغرض نیستن، میتونن بیان باشن صحبت کنن، حرف بزنن، بحث بکنن، کما این که همیشه این جلسات در واتیکان وجود داره، در الازهر مصر وجود داره و افرادی که وارد هستند و
و به مقدمات علوم مربوط مجهز هستن میشینن تاکی فکر میکنن بحث میکنن غیر و ذالک. بنابراین من از خانم ارزم به حضورتون که زهره میم هم بسیار متشکر هستم که بنده را راهنمایی کرده بودن و تشکر کرده بودن و بنده هم پاسخگویی کردن. آی سربی عزیز، میگن حضرت مریم علیه السلام دمانی که میخواستش فارغ بشود در زیر یک درخت خرمایی سایه گرفت و تنها و منزوی و بی کس و بی کمک، با تمام اسرای بعدی که میدانید به هر حال از جانب الله چه کمک هایی بهشون شد. ایشون میفرمود یا لیتنی مت و قبل هازا و کنته نسیان منسیا، یعنی ای خدا کاش من واقعا اصلا به دنیا نمی اومدم، فوت کرده بودم و یک چنین چیزی نمی دیدم و نسیان منسیا می شدم، اصلا از صحنه روزگار بنده اسمم بر می افتاد، نمی اومد تو کار. این به اصطلاح ته آیه مبارکه به اصطلاح آیه 23 از سوره مریم است. البته در کتب خدایان مسیحیان و یه حرف همینا هست در این مقولات بسیار زیاد. انسان حقیقتاً بعضی اوقات چندین بار، گاهی اوقات هفته یک بار دو بار، یک چیزهایی میبیند، یک چیزهایی میشنود که لازم میبینه این مسئله رو واقعا میگه یا لیتنی مت قبل هازا، ای خدا کاش که من فوت کرده بودم و یک چنین چیزهایی را نمیدیدم. میخواستم در این مقوله صحبت بکنم که دیدم حضرت عالی الان با یک اشاره مختصر این تایتل رو خوشبختانه تی کردیم و اون دعوتی بود که باز همین آقا رضا کوچولومون دعوتی گرفته بود و عجب تو دهنی خورد. چقدر خنک این آقایون بلنگو به دست توی این تلویزیون هایی که به هر حال هی دعوت میکنند و میگن ما تیر میزنیم و ما جبهه داریم و ما به قلب دشمن میزنیم و این صحبت ها رو دیگه، چون حضرت عالی به قدر وافی و کافی فرمودی من هم یادآوری نمی کنم و اینها واقعا باید اگر مشعری داشته باشن کمی راست، چون مشعری نه که اصلا راست نمیشه، نه کج مشعره، اگر به هر حال انصافی با خودشون داشته باشن قدری دهانای مبارک رو میبندن، به زندگی شخصیشون میرسن و بیشتر از این به قول بچه های کوچه و بازار خودشون خنک و خیت نمی کنن. حضرت عالی اشاره کردیم برای عدم استقبال از دعوت آقایون که با چه بوق و کرنایی آقا بیاید بیرون، آقا بیاید بیرون، خیت و خراب شدند و رفتن به کنار، تمام شدن. در رابطه با آقای بختیار، آقای عرض کنم که سربی عزیز، بنده تلفن های دو ستایی داشتم مثبتاً اثباتاً و نفیاً، از همشون تشکر کردم. در حال این نظری بود که بنده داشتم، خیلی های دیگر هم دارند و شاید در همین سه نفری هم که چی کردن، دو نفر آفرون احسن گفتن، یک نفری هم راهنمایی هایی کردن که خیلی ازشون ممنون هستم و وعده کردن که سپاس خودم رو به اینها در همین برنامه هم اعلام بکنم. ضمناً من از خانم ها و آقایون همیشه این درخواست رو دارم که در مسائل و مطالبی که صحبت میکنن با اینی که از نظر منطقی وجود ناشناخته است برای افرادی که به کارش میبرن، فرق وجود و موجود براشون ناشناخته است، اما چون عادت شده یک رید مثل نقل و نبات به کار میبریم، حق هم داریم، برای که زندگی جای فلسفه بافی و فلسفه به اصطلاح به کار بردن که نیست که. ولی وقتی میخواییم وارد یک بحثی بشویم، خانم ها و آقایان توجه داشته باشند، ما در زمانی که میگیم هرچه در دنیا خلق شده، هرچه به وسیله الله جل جلاله آفریده شده، هرچه از هستی مطلق به وجود آمده از خیر است، باور کنید اصلا شر آفریده نشده. اگر میخواهید بگویید آقا پس این شر و جنگ و مرض و بیماری و غیر ذلک چیست، اینها آقا پدیده های عدمی است. کسی که این بحث رو میکنه خوب خودشون اون مرشد بالاشون آقای میبودی که واقعا ازش پرسید آقا تحصیلات چیه، اینا تا جایی که من میدونم با
بچه های همون کلاسه بودن، هنرسرای بود که اون مصباح و نمیدونم اون چیزای تلویزیونی درست میکردن، دختر پسرا میرفتن اونجا، دانشسرای بود و هنرسرای بود، عشق و حال میکردن و بعدم گفتن بیا باشو نمیدونم سردبیر، بیا باشو نمیدونم گوینده از این صحبت ها. بچه های خیابون فرشته. آره آره اینا شکل مغلوی و زمان بود خودشون میدونن. خب حالا چهری هم کردن، عراق رو بگیر حرف او رو زدن، بختیار رو بگیر حرف او رو زدن، عربستان بگه بگیر حرف او رو میزنن، قصد الله حاضر اینا خب روزگاری دارن خوششون با. اما آقا اینا سوادی که عرض میکنم به معنای یک تحقیق در یه ریشه که نداره. نگه وقتی آقای سروش با تمام مخالفت و زاویه که تنن داره فکر ایمانی ممکنه داشته باشه، اما خب این کار نکنیم، عمرش در این اصطلاحات گذشته. آقا وجود عدمی و وجود اثباتی رو نمیتونه تشخیص بده یارو. نور رو در نظر بگیرید، نور وجود است، موجود است، موجود یعنی وجودی که رشحه ای از هستی مطلق داره، از وجود مطلق داره، چون ما وجود مطلقه رو ذات باری میدونیم. ما اینطور هر کسی یک ذاتی برای خودش تعلق میگه، میگه بینگ بنگه، میگه اون چه کار نداریم. آن هستی مطلق هستی بخش است، یک رشحه، یک اشعه از اون که به چیزی تعلق بگیرد موجود میشود. اصلا موجود یعنی چیزی که رشحه از وجود داره. شیریان داریم دیگه، میگه ذات جوهر، ذات نایافته از هستی بخش، یعنی بخشی یک رشحه از هستی نگه که تواند که کند هستی بخش. خب شما آقا وجود و موجود نمیدونی، وجود ثبوتی و وجود عدمی رو نمیفهمی. نور وجود ثبوتیست، وجود داره، موجوده. نور قانون داره، قوانین دکارت، قوانین انکسار. ظلمت پدیده عدمی است، یعنی نبود نور میشود ظلمت. هرگز کسی خونده از قوانین ظلمت؟ پدیده عدمی اصلا قابل بحث نیست، قابل صحبت نیست اصلا. مثل یعنی که یکی بیاد بگه قوانین ظلمت رو بگه. چشم خدا آفریده مثل دسته گل، خیر مطلق، قشنگ میبینی، زیبا هست، دلنگیز هست، غیر ذالک. زمانی که یک کسی کور میشود پدیده عدمی بر اون عارض شده، نبود دید میشود اون پدیده. ما بحث فلسفی نباید در زندگی روزمره بکنیم، ولی احتیاط عقلانی باید بکنیم. آنه میشه که آدم هم هرچی بودن شما بنده بیرون که یک وقت شما محاوره اسلنگ داری، صحبت عادی داری، یک وقتی در یک مجمعی در یک جایی داری صحبت میکنی. همین چند شب پیش، دو شب پیش بود به نظرم، یک برنامه بود از آقای مهبودی، یک برنامه ای دارد که دیدید حالت مرشدی داره، چهار پنج شب بچه مرشده میداره اونجا تفلک بچه مرشده، نمیدونم حالا دلشان به چه خوش هست، چون یک تازیانی زد به دهن اون افراسیابی، میگوید دکترم از بنده خدا. آقای افراسیابی البته شما حرفتو زد، دیدمت گرم، خیلی هم خوب بود، چون ایشون یک صحبتی کرد، بحثشون یک چیزی بود، ایشون در آخر اون صحبتی که نوبتش شده بود که من همینجا لازم دارم با آقای مبودی پیشنهاد به یک چوبی هم بگیره دستش، راحت تره بابا، مثل اون به اصلاح با خود مکتبی های قدیم، مرشده قدیم با چوب اشاره کنی راحت تر، یعنی این نوبت توی آقای یهودی، این نوبت توی آقای باهی، این نوبت توی آقای افراسیابی، اونطوری قشنگتر آقای میبودی شیکتر میشه. آقای افراسیابی صحبتی رو کرد، در آخرش یک دفعه گریز زد به باهایی ها که آقا شما که میگی فلان با عرب مخالفی، اینا شما که 150 سال پیش این جریانات درست شده که عربی تا به مراتب به حساب شلوختر و خرابتر و غلطتر و ناجورتر و کوت عربی، شما چرا دنبال عربی رو گرفتین؟ این به اصطلاح گوشه رو داد آقای افراسیابی، دکتر افراسیابی مرشد که دستی بچه مرشد رنجیده شده بود، وقتی خواست نوبت رو بده به یکی دیگه گفت آقایان توجه بفرمایید، در همون زمینه که صحبت هستش و لازم هست صحبت کنیم،
یعنی همون تو دهنی مرشد به بچه مرشدیه دیگه، خودتون اسم میکنین. درست میگم آقای سوربی؟ الو؟ بله آقای سوربی؟ بله آقای افشار، من اتفاقا راجع به این مرشد بله. به هر حال صدای ما میاد قربان؟ اجازه بدید من ببخشید، من میکروفون اینجا رو بسته بودم متوجه نبودم. بله ماجرای این بچه مرشد و مرشد و اینا اگه دیده باشید، نمیدونم برنامه جدیدشون هم الان اینجوری یا نه، ایشون وای میسه، اون وای سدن و اونا میشینن. نه تا نشسته بودن، حالا نشسته بودن خود یه فلسفه‌ای داره که به اونا بگیم من با. ما میتونیم به شما اشاره بکنیم، صدا میگیریم از جناب عالی، یا خیر ممکنه بسته بشی دوباره؟ نه من اینجا میکروفونو میبندم که یه صدا نیاد، چون صدا مثل پژواک پیدا میکنه و حالا من حرف میزدم یادم نبود که اینو بستم، ببخشید باز الان دیگه بازش میذارم. فرحان ایشون من دیدم که اینطور شد و این صحبت، من سوال کردم که درست بود این چوبی بود که بعد دهان اون بچه مرشد در جنابالی متوجه نشده. بله اون آقای افراسیابی که میگید، من متاسفانه یا خوشبختانه ایشون رو نمیشناسم، ولی افراسیابی ها خیلی هاشون شیرازی هستن. من اصلا شناخت نبود. بله میگید، بله میدونم، بله هر نفر میشینن یکیشون اسمشون منم نمیشناسم، میگه پزشکم، در حال او اینجور حرفی رو زد و نمونده کار نداریم. ازم به حضورتون که اصلا مطلب یک کمی همچین رد شد و روی پدیده وجود عدمی رو صحبت کردیم. دکتر حالا که یک کم وقفه ایجاد شد بین برنامه، اجازه دارم من یه چیزی بگم؟ شما چون گفتید راجع به الله و استفاده این کلمه مثل حزب الله، شاه الله، من نظر خودم رو بگم. ای کاش همه اونهایی که این کلمه الله رو میچسبونن به اون چیزایی که میخوان، مثلا به حزب الله، به شاه الله، به اینها، این به اصطلاح کار ناپسند رو توقف میکردن که ما هم مجبور نشیم برای که حرف اشاره کنیم که منظورمون چه کسانی هست. آقای سوربی، حزب الله در قرآن است، کل حزب به مالده فرهون. بله بله، حزب حزب الله قربان از اول اسلام بوده تا یوم القیامه هم انشاءالله خواهد. حزب الله یعنی کسانی که معتقد به الله هستند، چه بخواهند چه نخواهند. حالا اگر روی یک ارگان خاصی هم میان میگن حزب الله که نداریم، اصلا نیست، ما چیزی نداریم به نام حزب الله، چون همه جزء به اصطلاح پیرو به الله هستند در اون تشکیلات. این باز هم همین شکل به دستا گفتن حزب الله. بنده یک حزب الله هست، کسی که الله رو قبول داره اون حزب اللهه، کل حزب به مالده این طرحون. این را آقایان مغرض، آقایان بی اطلاع، آقایانی که فرق وجود و وجود را نمی فهمن، آقایانی که سلس القول می شن، شهوات متعدده خاموش می شود، همه می ریزه به زبون یک ریز مخوان حرف بزنن، اون میگه این الله اون الله این الله. اگر نه اصلا الله جل جلاله شوخی بردار نیست. درست مثل اینه که قرآن رو ما در قرآن داریم که لا یمسه الا المطهرون، آقا میخوای اینو دست بزنی شما باید وضو داشته باشی. به عقیده اونی که اعتقاد داره، اونم که عقیده نداره که میسوزونه میریزه او به هر کار، خب بکنن هر کار میخوان بکنن. برای شما فرمودین، من به همین دلیل اتفاقا عرض کردم، ما چیزی به عنوان انسان میاد به انتهای لفظ نجس شین الفه یاد کلام الله رو بچسبونه، نعوذن بالله. نخیر اینا اتمی ابتکارات مسخره شیکور به دستان است که این در دنیا. البته حضرت عالی هم حق دارید، روی عادت انسان به کار میبره، ولی من گفتم چون جناب عالی برحال گوینده ماهری هستیم در این کارا، شما خود ولی من گفتم چون در اونجا هم اسم من آمده بود، من چون این اطلاقی نمی کنم. مجاهدین یک حزبی بودن، وقت خودشم کاری کردن، این آقایون شاپرست هم خودشون هستن، خودشون میدونن، ما هم به راه خود، اونها هم به راه خود. منظورم در این بود. فرمایش دیگه ای هست یا تو ادامه بدم؟ نه بفرمایید، ادامه بدید. خواهش میکنم. بنابراین پدیده های وجودی و عدمی رو عرض کردم، دوستان توجه داشته باشن. امیدوار هستیم همیشه به اصطلاح وجود خیر به سراغ همه دوستان، همه شنوندگان، همه عزیزان بیاد. هرزم به حضورتون که ما آقای سوربی از طرف پدر به هر حال یک ریشه به اصطلاح زبان ترکی داریم، چ
چون برها اینا از همون اشیرهای افشاریه و اونها در به اصطلاح همون سبت بوشنورد و ترکمن صحرا و اون طرف ها اینها به زبان ترکی. من یادم هستش همیشه خدا رحمت کنه رفتگان شما رو پدر ما میگفت میتونه ها را منزلون او را یک ترکی میشد همون ارزم به حضورتون هر کس به قدر همت خود خانه ساخته. این منظورشون این بود که یعنی غیرت کنین که خانهاتون خوب باشه چه در دنیا چه در آخرت. بگذاریم این آقایون هم حالا که نشستند و صحبت میکنند و کار میکنند امیدوار هستیم سعی بکنند خانه های خوب بسازند. آقایون قدری دست از لجاجت بردارن، قدری از تحریک شدن های بیمورد بردارن. تمام حکومتگرها خواهند رفت در همه جای دنیا به همه اوقات، اما ایران و ایرانی و فرهنگ و دین و اخلاق و مروت همه باقی میماند. به همدیگر احترام بگذاریم. رو حسابم به اون کسانیست مثل آقای ارزم به حضورتون که یعنی به مغرضانیست نه به اون کسان. خانم آقای من چند دفعه تا بحال از آقای سربی واقعا ارزم به حضورتون تعریف کردم. خدایا تو شاهدی نه در سن هستیم نه در شرایط که بخواهیم مداهنه کسی رو بگیم. بنده اگر میگم این ملاحظه هست که ایشون رو کندر دیدم تبر بر ایران و ایرانی نازنین بخواد بزنه، اصلا نمیزنه. بترس آقای میبودی، بترس آقای ارزم بودتون همایون، تمام کسانی که آقای مفسرین ریز و دروش تقیزاده که بهت آقای دکتر تقیزاده یک نوچه اونبری آقای میبودیت، تمام حرفات مردوده، تمام استدلالاتتون مقبوع خجالت آوره. ولی چه کنیم دیگه، حالا قلم هم قلم که نه، یک شیپوری به دستتان افتاده است به هر دلیلی میارن تونوه عقب جلوتون میکنن. شما هم تا میتوانید حرفای مزخرف میزنید، همه حرفاتون باطله. باز هم زنده باد به همین میکروفون گوش کناری که اگر اقلا حرف خیلی خوبی نمیزند حرف مفتم یا نمیزند یا خیلی کم میزنه. اینم به هر حال صحبتی در باره آقایونی که از اونجاها صحبت میکنند و کار میکنند. به هر حال عرضم به حضورتون که من بیم دارم که از صلح میان و گربه و موش برباد رود دکان بقال. دوستان بد نگیم از ایران و ایرانی. به حکومت ها پیشنهادی دارید بدهید، حرفی دارید بزنید. به پای اینی که شما گفت اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی، اگر شما با حکومتی با شخصیتی با مطلبی ادعای دارید ساحت مقدس ایران و ایرانی را حفظ کنید. و من ایرانی های داخل کشور رو خیلی مهمتر میدانم تا این ایرانی هایی که اینجا نشستن. همه یک ریز مه میخورند و راه میرن، نه که مه بخورن، یعنی اصلا درگیر مشکلات اونجا نیستن و میخوان از اینجا هی نسخه بدن. و اما آقای سربی، جناب آقای ارشاد رو من برنامه هاشون که گهگاه نگاه میکنم، خصوصا حضرت عالی عنایت فرمودین این کار یکی ایششون رو فرستادید، بنده دیدم که مطلبی بود، خیلی ازشون متشکر هستم. عنایت فرمودن بنده خاک پا هستم قربان، حقیقت خاک پا هستیم، یعنی هیچی ما. ایشون عنایاتی فرموده بودن، تواضعی کرده بودن، خیلی متشکر. جوان و آقای بسیار زحمت کشیست، ممنون هستیم. ولی جناب آقای ارشاد یک مسئله رو من خدمت حضرت عالی عرض کنم. من نخواستم به هر حال اون الباطل و یموت و به ترک ذکره رو بگم، ولی من چون این رو از اصطلاح خاطرات شاه خونده بودم که خیلی دلگیر بود وقتی به سفیر انگلیس گفت من وقتی اصلا مصدق رو اسمش میشم تنم میلرزه از ناراحتی، گفت آقا حرفش نزن، گویا هم انگلوساکسن اسلام رو بهتر از ما میشناسه، اونا اینو به کار میبرن، گفت حرفش نزن ساکت میشی. آره من از اونجا اینو گرفته بودم. به هر حال من درزم به حضورتون عدسه کردیم ورمان؟ بله، یکی از دلایلی که میکروفون بسته بودم همین بود. عوض میخوام از اتفاق خدا نکنه انشاءالله براتون دور باشه. چرا قربان؟ عدسه چیز طبیعیست و با قول اینجایی ها میگن چی قربان؟ میگن bless you، یعنی
بله، ما میگیم عافیت باشه، ان شاء الله همیشه سلامت حالا باشه. آقای افشار، حالا که نقل عدسه میگید بذارید من بگم، یه جایی خوندم که عدسه اگر دارید خودتون رو نگه ندارید. من حتما باید بله. چون میگن مغز باز میشه و اونایی که خودشون نگه میدارن خطر خونریزی مغز. بله، اصلا یکی از به اصطلاح مداواهای قدیمی یک موادی میدادن آقا برای ایجاد عدسه. بله، کاملا فرمایشتون درسته، نباید گرفت. البته برای این که به اصطلاح تشبیه بدی نکرده باشم، ولی درست میفرمین، عدسه را نباید نگه داشت. چو باد اندر شکم پیچد فروهل، که باد اندر شکم باریست بر دل. سعدی داره در تو کتابش علیه الرحمه. این چیزهای طبیعی باید انجام بشود. حالا اگر عدسه، اگر ارزم به حضورتون به قول قدیمی آروخ هستش، اگر هرچه هستش، به هر حال کاملا فرمایشتون متینه و معتبر از نظر علمی. بگذاریم، ارزم به حضورتون که جناب آقای ارشاد رو میگفتیم که ایشون فرمایشاتی فرمودن، خواستم بگم که من آقای ارشاد عزیز در جوانی خودمون توضیح مختصری دادم که زمانی که آقای خدا بیامرزد شیخ محمود حلبی، به هر حال ایشون بساط حجتیه در مشهد را انداخته بود در تهران و حرفا، ما در کلاس های 7 و 8 بود که میرفتیم به بحث های جدالی، حتی گاهی جدال میشد. اون موقع خب عشق بچگی نوجوانی بود که به بحث های عرض کنم که مسلمان و باهای بازی و یه حرفا در بیمارستان امریکایی های مشهد آدم نمیره. از نظر شخصی و خانوادگی هم کاملا من اینو به بعضی از دوستان باهایی عرض کردن که آقا من پدر بزرگ مادریم حاج میرزا منتقی در مشهد معروف بود، ایشون پدری داشته است به نام حاج ملا رجب علی. این ملا رجب علی همشان مرحوم باشن، ملا هادی پدرش بوده، ملا هادی خراسانی با میرزا عبدالحسین بشرویه، که اصلا این شیخ بشرویه میگن کسی بود که در دماغ اون سید علی محمد باب بساط باب و بابیگری رهی پرورش میداد. بگذاریم، خود آیین بهایی خیلی خوب میشناسن، نبیل زرندی هم که مورخ بهایی ها هست خوب یاد کرده از ایشون. مرحوم پدر بزرگ بنده با میرزا عبدالحسین بشرویه هم حجره بودن، هم حجره. جناب آقای سربی در مدارس طلبه ای میگفتن حجره، یک مسجدی هر چه 800 سال باشه، مثلا مدرسه 600 سال باشه، مدرسه پابوگود میگن. گویا در مسجد پابوگود در همون ببخشین در مدرسه پابوگود در اونجا اینها هم حجره بودن. رومیت امروزی بله، الان هم نه، آخر الان هم طلبه ها هم حجره هستن. همین چیزی که تو دانشگاه اینجا هست یا بیشتر؟ خیلی عالی تر. آهای ایهن ناس، بدانید به خاک پای ما هم نمیرسه قبل. اومدن گفتن سیتی یونیورسیته درست میکنیم، 1000 سال قبل، 1100 سال قبل بود آقا، مدرسه به کنارش خوابگاه بوده برای دانشجوهاش. بگذاریم، این به اصطلاح ملا هادی جد کبیر ما با میز عبدالحسین باشوی هم مجرا بوده. ما 10 سالمون بود، میدیدیم آقا با پدر بزرگ ما بعد از تعقیبات نماد میگه لعنه ملا، آقا یارو شیخ باشوی رو میگه. ما داستان پرسیدیم، حتی الان دایی منم که 92 سالش هستش، اون هم ذکر پدرش رو میگم و لعن میفرستن. میگه وقتی سوال کردیم، من از سوال کردم از ایشون، گفت بابا ما هم از پدرانمان یاد گرفتیم. وقتی از ایشون میپرسیدیم جریان چه، میگفت یک عبدالحسین بشرویه بوده که این با حاج ملا هادی یعنی پدر اون باز هم اتاق بودن. وقتی ما از پدرمان از حاج ملا هادی میپرسیدیم چرا شما لعن میگن، میگن برای که شیخ بشرویه فرقه میسازه. این رو ما تانجبیلی مثل خرمای مزافتی تر و تازه، این که 2000 سال نیست که، 180 سال پیشه حدودن. دوستان عزیز، یک وقتی بحث اکادمیک میخواید بکنید، تصویب بذاریم کنار، تصویب بذاریم کنار، صحبت بکنم اون آقای از کنم دکتر نمیدونم افراسیابی میاد بو حرف میزنه، خیلی سوال قشنگی کرد، پاسخ بدین. ای مارشد چرا دهن ایشون رو خاصی ببندی؟ سورسا دیر میشد؟ یک سوال قشنگی کرد، آقایون جواب بدن. جناب سربی یک سوالی میکنه از اون آقای پیروزی، پاسخ بدین آقا که
حالا ببینین متعصب شمایی، تعصب کور شما داری، حالا ما که خوبه میگه مثلا تعصب ذات اسلامه، مسلمان باید متعصب باشه. به قول منتسکو میگه اقرار به گناه نصف گناه رو کم میکنه، گناهی نیست، خیلی هم خیره، ولی ما اقرار داریم. شما که میفرمایید میخواین نلوس کنید، میخواین عروس کنید، زیبا کنید، خب پاسخ بدید آقا. خیلی هم خوب تاریخ اینها رو شاید از خود نبیل زرندی بلده بهتر هم تاریخشونو بدونید، خیلی مطالعه داریم. شیخ احمد احسایی که بود آمد شیخیت چه کرد، جریان چطور بود، اصلا موضوع چی بود، مسئله این فرقه سازی اصلا داستانش چه بود، اینا همه طراحی شده، اینا همه مشخص شده. من میخواستم بحثی بکنم در این مورد که متاسفانه تا کنون نشده. جدول خاطرتون هست جناب آقای سوربی، من داشتم جنگ‌های صلیبی رو میگفتم و مراحلشو در دنبال این الان عرض کنم. جدول زمانبندی که مشاهده کردید چگونگی فروپاشی مرکز حکومت اسلامی را نشان میدهد. اون مرحله چهارم به اصطلاح همون جنگ‌های صلیبی است. در این مرحله که غرب از ابعاد و جهات گوناگون به سوی شرق یورش آورد، از یک سو به لحاظ جغرافیایی و فیزیکی شرق را تکفاره کرد و اجازه نداد که شرق به صورت یک سازمان واحد و یا لااقل با بهره‌وری از کانون‌های قدرت فراگیر باقی بماند، و از طرف دیگر با ترویج ناسیونالیزم ملت‌های مسلمان را از دیگر جدا کرد و دیوارهای جدایی علاوه بر مرزهای جغرافیایی و مرزهای نژادی، مرزهای اعتقادی نیز پیدا کردند. غرب به ابداع فرقه ها و نهله ها پرداخت. در این مرحله که غرب به تعبیر قرآن مجید با تفکر و تقنیر عمل میکرد، در درون هر یک از جوامع اسلامی کانونهای عدم ثبات بر جای گذاشت، چیزی درست شبیه مناطق بیطرف در مرزهای جغرافیایی که غرب در زمان مناسب از آنها به عنوان انبار بارود استفاده می کند. جان گولیک در کتاب خود که به بررسی مردم شناسی خاورمیانه پرداخته است، نقش فرقه ها را به خوبی بررسی کرده است. فرقه ها در واقع نوعی برش عمقی جامعه اند که لزوماً امکان وحدت ملی را از آن جامعه می گیرند. نکته این که این فرقه ها که در آغاز شکل و محتوای اعتقادی داشته اند، به سرعت هویت سیاسی خود را نشان دادن، مانند دوستان توجه کنند و آبی ها در عربستان سعودی، مذابتی ها در الجزایر، سنوسی ها در لیبی، بهائی ها در ایران، قادیانی ها در شبه قاره. فرقه ها در متن توده مردم مؤثر افتاد. در این مرحله حادثه‌ای تعیین کننده تأسیس دولت اسرائیل و اشغال بیت المقدس بود که من اینجا دیگه پریودش میکنم. دوستان این شرح اجمالی است. کسانی که در لیبی که من رفته بودم و دیگه چه زیبا دنیایی بود، کسانی که پوست کله آقای عرض کنم که اون مرحوم قذافی رو کندن، اینها همون سنوسی های لیبی بودن. مسلمانان لیبی گریه میکردن برای ایشون و میکنن. آقا این فرقه، این فرقه سازی، این جریانات یک تکمله های سیاسی است که غرب ایجاد کرد. حالا اگر یک کسی اول بهت به کمونیست بود، ما باید باش جنگ کنیم، یعنی نه در جنگ، ممکن جنگ عقیدتی هست، ولی یعنی این که من به احترامی کنم به کمونیست، نه آقا اون ایده سیاسیشونه. یک کسی ازم به حضورتون ممکن هستش که مذابتی باشه تو الجزایر، اون داره زندگیش میکنه، از زمانی که به حرب و جنگ وارد نشدن دارن همه زندگی میکنن. مثلا قدیمی که ما با یهودی اصلا رفیق هم بودیم، بازی هم میکنیم تو کوچه بزرگ میشدیم. همینجا هم انسان این با باهایی با احتیاط های لازم ارتباط داره آدم، از نظر مذهبی هیچ حرفی هم نداریم، مشتری هم هستیم اصلا. اما توجه داشته باشن آقایانی که میخوان صحبتی داشته باشن، مطلبی بگویند. اگر ما یک وقتی خواهشی کرده بودم از جناب ارشاد که مثلا صحبت اینا خودش اصلا یک به اصطلاح خوشم میاد، آقای صبحی وقتی میخواد یک چیزی نشون ده میگه یک تبلیغ مفتم بکنیم، راست میگین دیگه، شما وقتی اسم میگیر میبوری یک چیزی چه نشونه تبلیغ دیگه. بنده از ایشون به صورت درخواست گفته بودم، البته
فضولی به اصطلاح خطاب چی نشه، اطلاق نشه این، ولی یک پیشنهادی بود. یک زمانی من با خود ایشون تلفنی دادم، به هر حال اینجا رو مختنم شمردن که از آقای ارشاد تشکر کنم، چون ایشون خیلی محبت فرمودن در ذکر به اصطلاح بنده، و خواستم عرض کنم کاملا با آقای ایشون نه تنها موافق هستم، هزاران بار موافق هستم، اما خوشترم باشد که سر دلبران گفته ناید در حدیث دیگران. این اعتقاد بنده است. عرضم به حضورتون که جناب آقای سربی، در خاطب من میخواستم یک مسئله رو خدمت حضرت عالی دوستانه عرض کنم. بفرمایید. یک وقتی اگر شما خوب اینو اطلاع دارین، چون در خارج هستین و عمری درازی هم در اینجا هستین، اگر یک نفری یک گل سینه $2 توی این فروشگاه های بزرگ بدوستد، یعنی برداره بذاره بیادره بیرون، شما میدونین از نظر قانونی اگر دنبالش بخواد اون بابا بگیره که میگیرن هم، چون برای یکی از دوستا اتفاق افتاد، برای بچه یکی از دوستا آجان میاد، پلیس میاد، دستن میزنه میبرش، درست میگم یا نه؟ بله بله. اینو بهش میگن لیف شاپینگ، یک اصطلاحی هم دارن، شرکت از مخاطب میگن شاپ لیفتینگ، همون شاپ لیفتینگ. بله. این میشه همون ارزم به حضورتون دزدی. بله. یعنی در دزدی ما یک جنسی رو به نام مسروق یا مسروقه داریم و یک سارق داریم. یعنی سارق و مسروقه جزء لاینفک این عمل شنیده. در همین مملکت $2,000,000 من دوست دارم که به بانک ها بده، کار از پول گرفته نتونسته بده، راست راستم راه میرن، هیچ حرفی هم نیست براش، درست میگم میرم یا نه؟ بله بله. آره، هیچ کار نمیتونم بکنن. چرا؟ برای که آن مورد در کاتگوری سرقت و دزدیست، این در کاتگوری اختلاف حساب است یا ورشکستگی مزبور نه در هرچه این رو میگن اختلاف حساب، اصلا میگن ندارم. قال رسول الله المفلس و بیامان الله، آدم نداره ری جای دونه کارش ندارم. در حال این کاتگوری ها جدایه. من درباره بعضی از آقایان، بعضی از افراد که با حضرت عالی اختلاف حسابی داشتن، چون ها مسئله نباشه، من آقای حسیبی رو میگم، خدا رو گواه میگیرم به جان بچه هم، خودت بچه داره میدونی آقای سربی، اندازه یک ارزن من این شخص رو نمیشناسم، فقط یادمه که چهره پیر، یعنی در شیخ 80 معنا داره، یک معناش کثیر السنه که در عرب خیلی احترام حد میگذارن. ایشون آدم مسن نیست، آدمیست که اسمش شبیه یکی از یاران مرحوم مصدق بود، حسیبی میگفتن. بله بله. من چند دفعه شنیدم که حضرت عالی مثلا فرمودین $200، چون یک بار دیدم این را که ای صورت مبارک رو می آورد این جلو می آورد این عقب می گفت این آقا دزدی کرده، دزدی کرده، دزدی کرده. خواستم به شما عرض کنم که این در کاتگوری دزدی نیست، چون اگر یکی سوال کنه آقا ایشون ازم بودون جنس مسروقه چه بوده، یک سرویس بوده و اختلاف حسابه. من اگر انشاءالله امکان داشته باشه، با این که خدای تو میبینی من اصلا این شخص یک بارم یک کلمه رو برسن نمیشناسم، ولی برای اینی که یک پیر مردی یک مسئله به هر حال ایشون دیگه مورد این به اصطلاح ذهنیت شما حتی قرار نداشته باشه، با حضرت عالی ممکنه صحبت بکنم، بگم سربی جان دیگران هم شما رو خیلی اذیت کردن، مثلا اون گفتیم کشیش گیه کنیم، اینا جوانند و به دین و خود چونه هرچی میخواییم. این شخص به ملاحظه اینی که ایرانی است، از کنم شیخوخیت سنی داره و این مسئله است، و ضمناً میبینم که در این کاتگوری هم نیست، بعدا ممکنه من با شما صحبت بکنم بگم آقا توجه داشته باشین، اگر مصلحت بدانی بنده از ذات خودم بگم این $1 یا این کل اون $200 به اضافه اینترستش، این تقدیم شما، ولیکن این مسئله رو دیگه خواهش میکنم به حرمت سن زیاد، ریش سفید، اسمی که هم اسم اون بود، این یک تقاضای برادران است، پاسخی نمیخوام، فقط لازم بود که به عرض محترمتون برسونم که این توی اون کاتگوری نیست، ولی برای استرضاء خاطر شما و
بنده حاضر هستم به طور غیابی از طرف اونشون و حتی از طالی وارد صحبت بشم، استرضا کنم، بگم که در این مورد یک وقتی باز برای تنبیه دیگران اشاره به این شخص نکنید. به هر حال سنی ازش گذشته. این در خاتمه عرایزم بود. اگر مسئله هست در این مورد بفرمایید که من هم مستفیض بشم، اگر نه با آرزوی بهترین ها و خوشی های آخر هفته و تمام مدت از حضور شما عرضم به حضورت مرخص بشم. نتونستم مختصری از کتاب خودم رو بخوانم، فقط همون ابتداش رو 4-5 دقیقه مثل که وقت دارم. نه؟ بله بله. ضمناً اسم کتابتونم بگید و ببینیم که روی اینترنت هم هست یا نیست، چجوری هم هست. 4-5 ماه دیگه، چون من الان تکلیفات شد داده بودم، منتظر یک سندی هم بودم که اگر خاطرتون باشه عرض کردم که به اون عرضم به حضورتون که خاتونی که در فرانسه هست، در نمیدونم در کجا هستش، همین خانم حاج ممرضا پهلوی یک سالی داشتم، گفته بودم بابا من لازم دارم، ایشون جواب ندادن. بله فهمیدم که شما در رابطه با کتاب نوشتن چون بله. چند نقطه تیرباران میشدم. میفهمم. بله. 38 سال قبل دوستی داشتم، هم اتاقی من بود، البته بعدها که دکتر شیبانی رئیس دانشکده علوم خدا همشون رو رحمت کنه به من گفتش که چه بود است و اینطور، ولی والله ما دو سال اتاق بودیم، من نفهمیدم چیزی. به علت اون به گیر این خبیثان افتادیم، اذیت عجیبی هم شدیم. خود کتاب رو فعلا چند نقطه تیرباران می شود نوشته کاظم افشارها، و اون صفحه اولش هم نوشتم به یاد مادرم که به من آموخت قدر شناس باشه و تقدیم با آنان که نمی دانن و یا کم می دانن. این به اصطلاح صفحه اولش، اسمش همون مسئله که عرض کردم که تصور هم نمی کنم عوضش کنم، و در اون به اصطلاح صحبت هایی که اون مرحوم تیباران شده من رفیق عزیزم که چه روزگاری به سر ما آمد عرض کنم که صحبت می شد، ایشون خیلی از یک خبیثی نام می برد به نام آرش بامداد، همچی اسمی که خیلی اصرار دارم ببینم عمری تحقیق میکنم که خدای این اونها رو میگفت واقعا با اون قصه و عذابی که اونقدر عذاب عجیب داده بودن، چون من که میدونم که به هر حال به این روزگار مبتلا میشه و نمیرم، ولی چرا اونقدر آزار. حالا من در همینجا اعلام میکنم از دوستان عزیزم که اگر یک کسی را در سازمانهای مخوف امنیتی خبیث در گذشته، اون به اصطلاح شاب که زمانی که شه و الف و هی رو میگم همه جور لعن میکنم، وقتی میگم میگه پس دیگه دستش از زمین آسمان کوتاه، میگم خدا بیاموزش. در اون زمان چه کسی بوده است در سازمانهای امنیت آن زمان که اسمش آرشی بامدادی این مسائل بوده؟ چون اینا میدونید 40 تا پاسپورت، 60 تا اسم و فامیل، 80 جور آدرس داشتن، اینا که آدمای معمولی نبودن که آقای سربی. در حال اگر از دوستان کسی این اسامی رو شناختی داشت، اگر به من بگه روحن به من کمک کرده، یک چیزی را کشفش کرده. من یکی رو میشناسم بهتون معرفی میکنم از طریق ایمیل، اون این اسما و اسمای مستعاری که داشتن میدونه. به هر حال خیلی ممنون هستم، چون خیلی خدا بیامرزه اون عباس که به حساب عرض میکنم حالا شهرشو بعد ممکن است من اصلا ایمیل کنم مشروع کتاب رو خدمت شما، یا اصلا فرصت کنم بخوانم، این خودش یک تبلیغ برام خواهد بود. عرضم به حضورتون که داستان بسیار شورانگیزی است، داستان بسیار آموزنده ای هستش که من حدود 10 سال قبل که اون کتاب المستودع را در بیروت به عربی نوشتم، اونها پراکنده ها بود، حساب کالکشنی بود، جمع آوری این اون بود. این که یک داستانی هستش که دقیقاً واقعی تأثیرال، البته به هنر به اصطلاح ادبی هم آراستمش که قدری جالب تر باشه. بسیار ممنونم آقای افشارها. با وجود اینکه شما برنامه های فیسبوک و اینها رو به اصطلاح نخواستید، ولی ما برنامه شما رو چون پخش کردیم، دوستانی از روی فیسبوک تماس گرفتن، سوال کردن، من این پاسخ رو برای یکایکشون نوشتم. لطف کنید با آقای افشارها از طریق تلفن یا ایمیل تماس بگیرید. من آقای سوربی تو مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پر که شما هستین، تو بفرمایان چرا خود تو آقا چه علتی داره؟ من دو تا فقط ببینید، دو تا من از آقای اون خانوم ها زنگ زدم به من صحبت کنید، سه نفر
خیلی جالب، خیلی هم خوب. آقا چرا به این بنده خدا شما اینو میدید؟ خب من براتون توضیح میدم. آقای سربی جان مشکلی نیست، من به والله العظیم جانب شما رو دارم که میگن زحمتی میشه براتون اگر برگردونیم به من، ولی خب فایدهش چی؟ جواب هم میدید آدم های مشکوک الاحوال، اصلا بهتر بشه که اصلا آدم حرفشون رو نزنه. کاملا میفهمم، شما درست میگی، چون من اگه بفرستم بعدم شما به من پاسخ میدی، بعد با بذارم رو فیسبوک، بعد دوباره نه 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 نه، ولی بذارید بذارید یه دوستی از ایران فکر کنم تماس گرفته، آرزا، اینو من به شما چون با فارسی هم نوشته براتون بخونم. نوشتن بابت پرداخت قرض آقای حسیبی به جناب سربی از سربی جناب دکتر افشار، جناب دکتر افشار ایشان را تمجید میکنم. آقای به نام رضا نوشته من خیلی ممنونم که این توضیح دادید تفاوت بدهی، تفاوت سرقت اینها. بله بله. بدهی و اصلا در کاتگوری دزدی نیست، چون یک روز من دیدم شما هی میگین اینها خدای نخواسته ظلمه شرعی میاره برای شما. بله خیلی خیلی آدم خوبی هستین، ممنونم از شما. آقا بزرگترین دزد الان این آقای ترامپه که از همین طریق قانونی که شما میگی سرشم در مجموع خواستم این مثلا بگم. ضمناً آقای سربی اگر تشخیص دادیم چیزی رهنمود میده به بنده، مزایقه نفرمایید، چون ممکنه فرهیختگانی آقایانی خانمهایی عنایت بکنن، بخوان راهنمایی بکنن. آن مقدار ایمیل هایی که دریافت میفرمایید که راهنمایی کردم بنده رو منت سر من بگذارید بفرستید، بله اونه که خب چرت و پرت و حرف مفت و عرض کرد پوش و فحاشی و این صحبت رو نه اونه همون باطله کردین، کاملا درسته. بسیار ممنونم دوستان عزیز. همونجوری که آقای افشارها هم گفتن، ما روزای جمعه برنامه آقای ارشاد رو داریم، امروز پس از برنامه آقای ارشاد هم دکتر مهندس چمنارا هستن. یک بار دیگه از آقای افشارا تشکر میکنم و اینجا ازشون خواهش میکنم که کتابشون، حالا چه به عنوان چاپی چه به عنوان روی اینترنت، هر وقت حاضر شد یه نسخه شو در اختیار من بذارن. ما قانونمون تو تلویزیون مردم اینه که هر کسی لطف کنه کتاب بفرسته کتابخونه ما اینجا چیز بشه، یه تبلیغ مجانی هم براشون انجام بدید. قربانت شما، التماس صدا دارم، خیلی خوشحال شدم آقای. بسیار ممنون. به همچنین دوستان عزیز برنامه ها رو پی میگیریم، ضمن این که هم از آقای افشارها تشکر میکنیم، هم برای ایشون آخر هفته خوبی رو آرزو میکنیم. روز روزگار بر دوستان عزیز خوش. خدا حافظ همه. خدا نگهدار.